شرکت کردین و این قرعه کشی ادامه داره و این جشنواره ادامه داره و در قسمت آینده یعنی قسمت نهم قرعه کشی ما دومین بارش انجام میشه و شما عزیزان اگر تا الان ثبت نام نکردید میتونید برید پیج ویترین استودیو رو فالو بکنید و بعد از این جریان میتونید تمام فالوینگ ها رو فالو بکنید و در نهایت در سایت ثبت نام کنید. امیدواریم که برنده قسمت آینده شما باشید. بله، هفته آینده یه قرعه کشی بسیار جذاب داریم که قراره یک خودروی 206 و 5 تا گوشی هوشمند رو به شما جایزه بدیم. بسیار عالی. و اینم بهتون بگیم که ما جوایز رو کمتر از 24 ساعت به دوستان عزیزمون ارسال کردیم، بهشون تحویل دادیم و این بفهم. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره، برندگان ما از نقاط مختلف ایران بودن، پس فرصت رو از دست ندین، حتما در قرعه کشی شرکت بکنیم، بعید نیست برنده بعدی ما شما باشیم. بسیار عالی. و اینکه گزارش تمام این جوایز که اهدا شده به دوستان عزیزمون در پیج موجوده، میتونید برید سر بزنید. اگر موافق باشید الان بریم سراغ قرعه کشی اول برنامه. بله، اسکرین شات هامونو همین ابتدا و کاملا شانسی ما این اتفاق رو رقم میزنیم رو به دوربین. دوستان عزیزی که در لایو دارن ما رو دنبال میکنن میتونن برنده ما باشن. بسیار عالی. شما میگیرین اول یا من بگیرم؟ بله من میگیرم. بفهم. آرسین آندرلاین شهنازی. بسیار عالی. اینجا این دوربین بریم برای دومین اسکرین شات. آیدی بهزاد FHM برنده دوم ما. اولین جشنواره امشو هفته آینده تموم میشه و بله و این شروع ماجرای ماست و ایشالله که در هفته های آینده باز هم جشنواره خواهیم داشت و در کنار شما خواهیم بود با کلی جایزه. به به. برنده بعدی ما آذر آندرلاین موزیک. اسکرین شات آخرم میگیریم. آیدی آنیتا آندرلاین GH. و اینم این نکته رو بگیم بهتون که شما برنامه رو کامل میتونید از طریق نماوا با کد تخفیف M60 ملاحظه بکنید و لذت ببرید. بله، به جز برنامه ما انواع سریال ها و فیلم های دیگه هم هستش تو نماوا، میتونید تماشا کنید و لذتش رو ببرید. بله، پس بریم برای هشتمین شو M-Show با مجید صالحی. سلام 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 به همگی. چه حالی میده وقتی میگی سلام به همگی، چون دیگه هیچ کس نمیتونه بهت گیر بده. به همه سلام دادی دیگه. ولی سلام ویژه امشبم به بچه زرنگاس، به آدم زبلا که حواسشون به همه چی جمعه، فریب هیچ کس رو نخورن. هر چی هم بهشون بگی یه تحلیلی از آستینشون میارن بیرون، بعدم زود استوری رو پستش میکنن که چی، ایده‌هاشون کسی ندوزه. مثلا میگه آمار کرونا رفته بالا، میگه آقا بچه ای کرونا چیه، کرونا اصلا خبری نیست، ولش کن همش بازی الکیه. میگه نه آقا وضعیت تهران قرمز اعلام کردن، قربونت برم. میگه نه دیگه آقا مجید، اینو برای بورس و اقتصاده. میگه بابا ولش کن آقا، اصلا بورس و اقتصادو ماسک بزن برای سلامتی خود و اطرافیانت. میگین همین، اینو هم ببین، اینم در جریان نیستی. یه سری دلال برای اینکه ماسکاشون به فروش برسه این بازی‌ها رو راه انداختن. میگه آقا ولش کن ماسک هم نزن، به خودت رحم کن، این دست تو بشور هر از چنگای هر از چند روزی، قربونت برم از چرک بره بسه. میگه همین دیگه، اینا میخوان باکتریامون بمیرن، سیستم ایمنیمون بدنمون ضعیف بشه. تو چرا باور میشه؟ کلاه نره سرت آقا مجید. خلاصه اینا آدمایی هستن که حواسشون جمعه، تا اینجا هم خدا رو شکر هیچ کس نتونسته رکبی بهشون بزنه. اینایی هم که میبینی از رفیقاشون و شریک ها و نماینده ها و مسئولین و اینا رکب خوردن، اینا همه منم، همه منم، اونا نیستن ها. تا ایستگاه آخر تجریش هر اتفاقی افتاد منم. پس سلام خفن،
سلام بلد، سلام سامان، سامان جان سلام نوکرتم. سلام علی جان. سامان جان عزیز قربونت برم. مخلصم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم به کسانی که گرفتار بیماری کرونا هستند و در بستر بیماری کرونا دارن برنامه ما رو میبینن. از ته قلبم، از صمیم قلبم براشون، برای تک تکشون دعا میکنم که زودتر سلامتی خودشون رو به دست بیارن. سلام ویژه دارم به کادر درمانی، پزشکان، پرستاران، کسانی که الان سرشون خیلی شلوغ شده. خدا قوت. دمشون گرم واقعا. دست مریضات باید گفت و امیدوارم هممون بیشتر و بیشتر و بیشتر رعایت کنیم که این بزرگواران رو کمتر اذیت کنیم و ریشه این کرونا کنده بشه. و جواد جان سلام، اون چی کارم؟ اون بالا چی کار کنی؟ من دیر رسیدم، این موام خیزه داشتم خوش میکردم. الان طرفتارها کنار راحت میشن. عزیزم بیا پایین، قربون دارم، سلام بده. آه سلام بده، خواهد سلام بالا سلام بده. بیننده های عزیز. بله بفرما. دم دنیا گرم که تا حالا شحال داده، به من و دوروبریام هم دوتا بال داده. با همون بال بیا پایین قشنگ. آفرین. این که بریم بالا ببینیم آسمون رو لمس کنیم، عین پرنده ها سر صبح و سرحالی. خیلی ممنون جواد، سلام. نه اینجاش خوبه. یعنی چی ادامه داره؟ همیشه سعی میکنیم خاص باشیم، اگه بدی دیدین ولی با خوبیمون پاس دادیم. چطور بود؟ تموم شد؟ بله. بله، فقط سلامش کجا بود؟ سلام تو کنهش آقا مجید. بله، بر حال امشب. باز من دستامو زدم به اینجا، شما الکل ندید. عزیزم پیانو رو هم شستم. نه اینجا رو اومدن استدیو رو کلن زده و خوری کردن. استریل اینجا. آره نه آقا مجید، من فریکی هم نمیتونم تحمل کنم، الکل میخوام. خب برو یه اسپری زده و خوری بزن. کجاست؟ بچه ها برو اونجا هستم بچه ها. امینینا وای این وسواسش ما رو نکشه، خیلی خوبه. خب امشو هشتمین شو برنامه امشوه، پس بزن بریم امشو. من کلن آدم خجالتی هم، یعنی تو زندگی روزمره من واقعا سامان آدم خجالتی هستم. یعنی اینجا الان عذرخواهی کنم، یه وقتایی بعد سلام علیک میکنم اینا، فکرم مشغول اینا، یه وقتایی واقعا برای خجالتی بودنمه، خودمو نمیگیرم. بارها میگن یه وقتا شاید گفتم خودشو گرفت، به خدا برای خجالتی بودنمه. توی خرید کردنم حتی من معذبم میخوام برم و با یکی از این خریدهایی که همیشه خجالت میکشم برم داروخانه است. مثلا یک چیزی میخوام برم داروخانه میگم برام سخته. چند وقت پیش رفتم داروخانه، چند وقت پیش که همین دیشب بود دیگه، رفتم داروخانه میخواستم چیزی بخرم، منتها سعی کردم یه جوری برم که منو نشناسن. این روزا که خب همه طبیعتا ماسک میزنیم و خودم معمولا کلاه دارم تو زندگی روزمره، عینکم زدم رفتم تو، یه 5 دقیقه آمار همه رو گرفتم چرخیدم، یه ذره که خلوت شد بعد دیدم منو میشناسن یا نه، دیدم خب خودش نمیشناسن. رفتم پلوی یکی این دوستان داره که تو داروخانه مشغول بودن، گفتم بی زحمت یه شامپو به من بدین. شامپو رفت آورد گفت بفرمایید. گفتم خب خیلی خوب نشناخته ولی باز شک داشتم، گفتم اگر میشه یه ناخونگیرم به من بدین. قشنگ زل زدم چشش، گفتم ناخونگیر. رفت ناخونگیرم آورد، گفتم خب خدا رو شکر ما رو نمیشناسه، خیالم راحت شد. گفتم پس حالا که مطمئن شدم نمیشه، گفتم بی زحمت یه دونه اون جبه هم به من بدین. گفت کدوم؟ گفتم اون جبه، دیدم جبه میخوام، دیدم قشنگ نگاه که کدوم دیگه، خیالم راحت شد صدام هم نشناخت و اینا. گفتم اون نه، بزرگه رو بدین، از بزرگاش میخوام. بعد آورد گفت بفرمایین آقای سالهی میشه 130 تومان. گفتم جان؟ عرض کردم آقای سالهی 130 تومان. آقای سالهی رو گفت و نامرد شناخته بود منو، رکب زد بهم و تا اون موقع اصلا به رو خوشت میارد و اونجا گفت آقای سالهی اصلا پکیدم. چی میخواستی بخری؟ رنگمو میخواستم بخرم ولی خب من ماما رنگ میکنم دوست نشم کسی بدون. الان شما پرسیدی به احترام شما جواب دادم و دیدم که حالا که شناخته دیگه رومون تو هم باشد، گفتم بس بی زحمت یه دونم اون جعبه های
نختندونا به من بده. اونم آورد و گفتم فیشت هم بزن. فیشو زد و اومد برگشت گفت حالا چرا انقدر پکری آقا سالهی دمقی؟ ما شما رو همیشه شاد دیدیم، مردم رو خندوندی، پر انرژی باش و اینا. گفتم آقا مگه میشه شاد باشیم؟ مگه میشه پکر نباشیم؟ چه جوری با این شرایط تورم اقتصادی، دلار، آپارتمان‌های 25 متری، آتش سوزی، انفجار، محیط زیست، همه چی، کرونا، کرونا از همه بدتر، میشه پکر نبود؟ گفت آره میشه، راحت میشه. گفتم جون من میشه؟ گفت آره. گفتم چه جوری؟ گفت دو دقیقه واسه، الان من میام. رفت پشت با یه دونه اسپری اومد، گفت با این اسپری ها اسپری بی‌حسیه. گفتم جان من این واقعا جواب میده یا سرکارمون گذاشتی؟ گفت آقا صالحی این جواب دردته، اینو بزن، هیچ اتفاق و هیچ اخباری اصلا تأثیری رو نمیذاره، ککتم نمیگزه. گفت ببین اینا من کارتون کارتون به مسئولین رده بالای کشور میدم، به مردم عادی نمیدیم، شما من خودمونی دادم بهت، برو بزن حالشو ببر، اینو بزن هیچ چی نمیفهمی، خودت رها کن. گفتم یعنی آپارتمان 25 متری اینا رو من نمیفهمم؟ گفت آپارتمان 25 متری برات ویلاست. گفتم کرونا چی؟ گفت کرونا رو کی داده کی گرفته؟ گفتم محیط زیست چی؟ گفت آتش به جونت نزنه، جنگل که زیاده. گفتم آخه بعضی از مسئولین رو دادم، حالا عزیزانی هستن که در حد کلاس دوم ابتدایی فیلم ندیدن، در کتاب نخوندن، بعد دارن ما رو اداره برگشت گفت آقا صالحی، آقا صالحی احترامت واجب، با مزه‌ای، خانواده‌ام کلن عاشق مسخره‌بازیات هستیم، ولی احترامت رو نگه دار، اینایی که میگی مشتریامن، روشو تعصب دارم. بعد گفتم دیدم ناراحت، گفتم ببخشید، پس اینا دو تا بده به من و دو تا گرفتم آوردم که برای بچه‌ها استفاده کنیم، هر کی ذهنش و اینا، این شرایط رو پشت سر بگذاریم و انشالله بعد برنامه منم اینو استفاده میکنم. سامان دنبال کسی میگردی؟ برنامه لایو این الان باید جواد میومد، باید این لحظه میومد. جواد جان، جواد اومد جانم، الان معلوم تو من نباید میومدی این لحظه، تو چی شد تا؟ بیا اینجا بله من بیا قربون. چرا اینجوری شدی؟ چرا اینجوری تو؟ چرا اینجوری شدی؟ چیه؟ چرا اینجوری تو؟ ایوان لبات چرا اینجوری؟ رفت این پوش این استرار سکته مگده نکردی که خدای نکرده؟ نه 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 چرا نه تو حل خوبی جوا؟ رفت اون که چه استرار چیزی زدن دست و صورت ها اینا دهن ها اینا یو اصلا پس استرار زد دوفنی چه؟ آره رفت اون زد دوفنی آره رنگ زد دوفنی هم شکلی خب نه خب این استرار زد اسمه بی‌حسیه، تو برای چی سر خود چیزی رو که نمیدونی برداشتی زدی تو دهنت؟ مجید خیلی زشت اسمه بی‌حسی، برای چی به خودت همون آقا یکی شدن دندونم درد میکنه، مغزم درد میکنه، به مغزم بعدم آقا چی زشته؟ زشت تویی که اسپری زد دوپنی رو میزنی به دهنت، چون زدی تو دهنت آقا سامان جو تو برنامه رو اجازه ده من به دهنت تو ببرم بشورم تو آخه تو واسه بیرم تو اصلا زد دوپنی بودی خوب. چرا باید بزنی تو دهنت خب خودم خانواده بریم عزیزان دل مهمون داریم چه مهمون های قشنگی یکی از خواننده های بسیار بسیار خوب در مملکت ما آقای فرزاد فرخ مهمان بر ما هستند که آهنگ رویای من رو اجرا میکنن و ما حالشو میبریم. من به تو فکر میکنم هر روز هفته رو، از تو خواهش میکنم از پیش من نرو، دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه، این صدای قلبمه که داره آهنگ میزنه، با اون خندیدنت یه رنگ دیدنت بوید پیرهنت، هر روز تو رو دیدنت دیوونه تر میکنه منو، وابسته تر میکنه منو، رویای من دلو
الان اگه توی کنسرت بود میگفتم یه جیغه بالا. همه با من افتخار که فرزاد فرخ عزیزمون خواننده خوب کشورمون برامون آهنگی زیبا خوند با نوازندگی نازنین مجید قدیانی نوازنده کیبورد. دمت گرم مجید جان، بازم افتخار داشتیم که در برنامه ما بودی. سیاوش خادم نوازنده کاخان و چایمز، صدای اون چایمز رو در بیار. آره، مردم بدونن که این ساز اسمش چایمزه. ماکان فرجی گیتار بیس، امیر علی هدایتزاده کیبورد و ارنجمنت ارکستر، محمد شکاری گیتار نایلون، وحید عبیدی گیتار نایلون، حامد محدثی گیتار نایلون. ایشالله که یه اتفاق بیفته، تفاوت‌های گیتارم ما در آینده متوجه بشیم چیه. و آیلار خانوم زرپرور نوازنده قانون، آفرین به جانت که ساز سنتی ایرانی میزنی. و کسرا جدیدی زاده ساکسفون. و افتخار داشتیم که فرزاد فرخ عزیزم که مهمان برنامه است و خواننده گروه. خب بریم مهمانمون رو معرفی امشویی بکنیم. فرزاد فرخ، فرزاد امیر فرخی فرد شیرازی با اسم هنری فرزاد فرخ که برخلاف کامران هومن از یک نفر تشکیل شده، خواننده و آهنگساز جوان کشورمان است که طولانی بودن اسم و فامیلی اصلیش آدم را یاد شیخ اجل ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن بن مشرف ملقب به سعدی شیرازی می اندازد. و همانطور که می بینید 45 ثانیه از 1.5 دقیقه زمان آیتم معرفی ما به خواندن اسم این دو بزرگوار گذشت. احتمالاً تا الان متوجه شده اید که فرزاد بجز در متراژ اسم و فامیل یک نقطه مشترک دیگر هم با حضرت سعدی دارد و آن هم شیرازی بودن اوست. رگ و ریشه شیرازی فرزاد در متن ترانه های اونیز مشاهده می شود. آنجا که در اوج غم و اندوه جدایی به جای تکاپو و تلاش برای بازگرداندن معشوق از دست رفته اش در گوشه ای لم داده و به هوای او در خیال خودش بدون وی پرسه می زد. به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرسه زد. فرزاد به آثار پئالو کوئیلو که اشتباهاً او را در وطنش پائولو صدا می کنند علاقه بسیار دارد و این علاقه را طی یک عکس سوپر لاکچری در اینستاگرامش هم نشان داده است. عکسی که نشان می دهد او علاوه بر پائولو کوئیلو به یغما گلرویی و محمد رضا گلزار هم علاقه مند است و اگر در آن عکسش توی تخت خواب می خوابید و به جای کتاب دفتر نقاشی فیلی دستش می گرفت علاقهش به آن دو بزرگوار را بهتر نشان می داد. بله آقای فرزاد فرخ عزیز، یه دست بزنیم به افتخاره. خوشتیب، دوست داشتنی، محبوب، عزیز، دوست نازن، خیلی خوش اومدی. مرسی، متشکرم. من با این دور می صحبت کنم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگانی که دارن
برمه امشو رو میبینن و چقدر خوشحالم که از نزدیک دارم شما رو میبینم. من شاکرم. سامان جان استاد عزیز رو دارم میبینم، واقعا باعث افتخارم و ممنون که من دعوت کرد. قربونتون برم، زنده باشی سامان عزیز که سامان. نور چشم ماست، عزیز دل. من واقعا خیلی دوست داشتم شما رو از نزدیک ببینم و همینطور آقای احتشامی عزیز. قربونت برم، سعادت نصیبم شد. معرفیت دیدی چجوری معرفی کردن؟ خیلی باحال بود. باحال بود؟ آره خیلی باحال بود. نامردایی هم ولی آره دیگه. نه من میخواستم قبل از که بیام اینجا گفتم دیگه به تن خودم مایدم این داستانو که بیام حالا این چیزا رو بگم، ولی خب یه ذره برای من آرومتر گفت فکر کنم. ما رو تغییر دادی نه؟ من صرف این برداری هستم برای ویدیو کلیپ جدیدم. برای کلیپ تو. آره ویدیو کلیپ آهنگ جدیدم و چون یه شخصیت دیگه یه دارم بازی میکنم فعلا مردم بعد اینجوری منو بپذیرن. خیلی هم عالی جذاب. شما همه جوره جذاب. خوب شده یا بد شده. همه جوره دوست داشتنی. چون یه شخصیت دیگه یه دارم بازی میکنم فعلا این شکله. مرسی. مرسی از فضا چم. متشکرم. اتهام جنوبی ها نزدیک چه؟ آبادان هم زندگی میکردی؟ آره من یه رگم آبادانی هم. 10 سال اونجا بودی؟ آره 10 سال اونجا بودم، درس خوندم خیلی. یعنی الان نیست بگیم آبادانی حرف بزن یا بخون میتونی نه؟ حالا تقریبا. الان یه تیکه آبادانی بگیم بخون میتونی؟ صحبت میتونم بکنم. صحبت کنی؟ حالا با بچه های آبادان صحبت کن. سختش کردیم جا. چی بگم الان بچه اونم؟ بگم. الان بگو. بچه های آبادان خیلی مخلصیم، درمون تنگ شده واسه تو مالا با قرآن دمت گرم. آقا الان به هوای تو بخوای اونو بخونی یه تیکر آبادانی بخونی چجوری میشه؟ خیلی سخت میشه، بگو اصلا ساخته میشه. امتحان کنیم بینیم چجوری میشه. من واقعیت خب رگ مادری آبادانیه، ولی رگ اصالت و خانوادگیمون همه شیرازیه، ولی خب نصف از زندگیمو دقیقا نوجوانیمون رو در آبادان زندگی کردم، درس خوندم اونجا. هم دوره که کودکی کار آره، بودی؟ آره اونجا بودم. حالا جدی به هوای تو رو اگه یه تیکه بخواهی یه تیکه رو بخواهی آبادانی بخواهی چجوری میشه؟ چه سختی تو من ریال خودم سخت میشه. آره تصمیم نداری یه دونه آبادانی بخونی؟ چی بخونم براشون نه کلن توی کارات تو آلبومای بعدی واقعیت خب به کارکترم نمیخوره، باعث افتخارمه آبادان. من هر جا رفتم واقعیت هم از شیراز هم از آبادان گفتم، هرچی یاد گرفتم، کلی دوست خفن دارم اونجا، همیشه کنسرتام توی شیراز و آبادان عالیه و کلی بهم خوش میگذره. شهرهایی که آره. خیلی خوب خونگرم دوست داشتنی آره. باحالن. من باعث افتخارمه ولی واقعیت به کارکتر موسیقیاییم نمیخوره، وگرنه با افتخار میخونم. چقدرم که هنرمند خفن داریم توی آبادان و شیراز. آره چهارشنبه سوریایی خوبی هم دارن. عالی واقعا عالی، خیلی هم دلتنگ. بودی اونجا یعنی جدیدن یا دیگه؟ جدیدن نه، جدیدن برای کنسرت قبل از کرونا کنسرت داشتم آبادان، خیلی خوش گذشت. من یعنی بگم بی‌نظیرترین کنسرتم بود واقعا. واقعا از اول کنسرت مردم انرژیشون بالای 100 بود تا آخر کنسرت، یعنی اصلا روندمون این شکلی یا اینجوری نبود، مستقیم 100 همه بهشون خوش گذشت از جمله خودم و گروهم. و امیدوارم این کرونا هر چیزو تمام بشه بتونیم بریم کنسرت بزنیم. و الان هم که متاسفانه کرونا و کنسرت ها کنسل شد کنسرت ها، ولی خب من یه 3 شب آنلاین کنسرت گذاشتم که خیلی خوب بود. خدا رو شکر خیلی دمت گرم که بازم دعوت ما رو پذیرفتی اومدی. برای من برای مردم واقعا الان تو این شرایطی که حال روز خوبی ندارن هر قدمی برداری واقعا 100% همینطور. آخه تو الان مردم منو حمایت کردن و وظیفه خودم میدونم که چه الان چه بعدن همیشه بتونم این کار رو انجام بدم. ارکستر هم همیشه پایه بودم، بدون هیچ دستمزدی اومدن اجرا کردم فقط به عشق مردم. من به عشق بچه ها دست میزنم. دمتون گرم، دمتون گرم بچه ها، فداتون بشم. ملاکت برای انتخاب ترانه چیه؟ ببین چون کاراکتر من واقعیت از هوای تو شروع شد و خب یه ذره ادبی طور بود کارام و هنوزم هست، اما خب از اونجایی که دوست داشتم قش تینیج هم داشته باشم و جز هدفان بود، مجبور شدم 2 تا کارکتر انتخاب کنم، یه کارکتر هوای تو و دهه 60-70 و یه کارکتر دهه 80 که مثل رویای من، که حالا البته رویای من همه دوست داشتن دیگه، یعنی از بچه 2 ساله تا 90 ساله داریم که بله. دوست دارم آره برام فرستادن. برای همینه که سعی میکنم تا اونجایی که بشه مثبت نگاه کنم به ترانه، اما از اونجایی که همش نمیشه مثبت خون یه جایی هم تلخ میخونم و ملاک اصلیم اینه که ازر مثبت باشه ترانه. با این 90 ساله مواجه شدی خودت؟ آره خیلی خدایی؟ خیلی.
یه ذره داری اقراق می‌کنی. چی؟ نوسان چی؟ اقراق نمی‌کنی 90 ساله رو؟ واقعا داشتیم. داشتی واقعا؟ کنسرت هم من یه خانومی رو آورد، ویدیوش هم تو برام فرستاده بودن. اگه میگفتید براتون می‌فرستادم. یه خانم 90 ساله کنسرت تهران من اومد، ردیف سومم بود. باور نمی‌کنید چقدر انرژی داشت و طرفدار سرسختم بود و با هم بعدش کلی حرف زدیم، گپ زدیم و خیلی انرژی خوب گرفتم. آره طرفدار 2 ساله دارم تا 90 ساله. خدا رو شکر به لطف خدا. حس خوبیه که یه طرفدار خانم 90 ساله طرفدار تفنگ نه؟ واقعا خیلی. چون واقعیت امروز اینکه بتونی قشر دهه 60، دهه 50، 40 رو به دست بیاری خیلی فرق میکنه، سخته. و الان هم تو حالا جلوی استاد صحبت کردن اصلا من استرس دارم. آقای تو جامین عزیز دل، واقعا سخته بخوای همچین مخاطبی که حالا سلیقه موسیقیاش کلا یه چیز دیگه است و یه گاردی رو نسبت به موسیقی امروز دارن بخوای به دست بیاری، که به لطف خدا بعد از هوای تو این اتفاق افتاد برام. و روز به روز هم ماشاءالله همینجور درخشیدی و درخشیدی. دمت گرم. لطف خداست فقط. ما الان یه شعر از حافظ به یه شعر از حافظ اونجا الان میگیم بچه ها بذارن رو ویدیو وال ببینیم. خب اینو بخوایم بگیم شما اینو واسه ما با آواز بخون میتونی؟ شب تاریک و بیم و موج، موج و گردابی چنین هایل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. بله چیز خونده بودم یه سبک باران ها. اون باران منظورش نیست. متوجه شدم. نه یه جا رفتم یه برنامه، حالا اسم نمیارم، بهم گفتن که یه شعر الان میگیم بخون اونجا، مثل همین اتفاق بود. بعد اومده بود یه چیزی در مورد گرونی قیمت خونه ها و اجاره ها نیست، بعد اونو خوندم خیلی هم اتفاقا وایرال شد. ولی چون من دیدم خواهی شعر برات خیلی مهمه، گفتیم از حضرت حافظ بذاریم. بله بله، شیرازی الاصل. بله. شب تاریک و بیم و موج گردابی چنین ها چی بود؟ هایل. چنین های ترسناک، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. دمت گرم. خدایی همین الان گذاشت رو بدانم. بابا خیلی تو پایه ای، خیلی پایه. من نمیدونم بابا اصلا فکر نکنم اینقدر پایه باشی یا همراه باشی. خب بچه ها بریم یه تنفسی داشته باشیم، بعد برگردیم یه مسابقه توپ بازی میخوام بذارم با فرزاد عزیز. یه مسابقه است، جوایزش هم مشخصه. سه تا توپ شما پرت می‌کنید، سه تا توپ من. درسته. یه موقع می‌زنی به آناناس، آناناس تقدیم می‌کنیم. یه موقع می‌زنی کمک به ساخت مدرسه در جازموریان، اونو کمک می‌گیریم ازت. 100 درصد. خوب می‌گیریم. یه جا می‌بینی 2 میلیون رو تقدیم می‌کنیم خدمت. بله. خب من سه تا رو بدم. اینا رو تمام اسپری زدن ها. بله بله. و دوباره من میدم خدمت شما. سامان شما میای تو مسابقه؟ ما باز افتخارم ازت ها. نوکرتا به جای من سامان عزیز بفرما. خب خیلی ممنون منو بازی دادی. دو تاشو بزن افتخاری قربان. دو تا بردارم. دو تاشو شما بزن، یکیشو من میزنم. خب بریم، شما شروع کن. من شروع کنم؟ بله. من بچه بودم زدم خونه خاله مینا رو، شیشه‌شو شکستم با توپ. همین موقع با توپ
با همین توبا یا دولایی ها از اون دولایی ها زدم شیشه خیلی زیادم بزرگ بود زدم شکستم الان امیدوارم چقدر با افتخار اینا رو تعریف کنم من لذت میبرم همه انگار یه گنده ای رو پد کرده اینجوری گفت خب بریم خواهش کنم تمنا معذرت فرزاد فرخ عزیز پشت توپ قرار میگیره کاشته آماده تو میره برو بابا باریکالو کمک به ساخته ساخته بیمارستان کودکان میگیریم زیاد هم میگیریم خیلی خوشحالم آجا شما آقا برو من هم ای خدا نه آنا نا سیچ من تو هم نتونستم نتونست شما این کارا نیستید نگاه خیلی یس 3 میلیون تومان میدیم میدیم ثروت ما رو کشته میدیم بزنم رو بزنی چه جبران کن برو بریم خدا دمت گرم 2 میلیون تومان میدیم دیگه شما من تموم شدم ما 3 تا بودیم دیگه خب کدوم بیشتره ای خدا ببازه باریکلا من میگردی پولا رو هم میزنی نه؟ آره دیگه دوست داری کلن آفره همچین حافظ بزرگوار و اینا بعد همچین پولا رو بعدی پیگیری ماشالله دمت گم دمت آقا 3,500,000 تموم شد کاسه بیمیم خسته نباشی مرسی زمان یه چیز درست میزنی جبران میشد خیلی ممنون چشم یه سوال بی مقدمه بپرسم اگه قرار بود انتخاب کنی یه حیوان باشی چه حیوانی رو انتخاب میکردی و قرار بود باش درد و دل کنی بهش چی میگفتی سگ رو انتخاب میکردم که 100% چون خیلی با وفاست و بهش میگفتم چرا انقدر گرون همه چی چرا همه چی چرا قد فاصله طبقاتی هست اونم میگفت نمیدونم دیگه درگیر این داستان منو نکن قصه منو بده سگ خیابونی یا سگ خوشگل قشنگ بغل یکی باشه و یا آقایی و ترجیح نه ترجیحم سگ خیابونی باشه سگ خیابونی اگه دست یه دختر بچه بود که ایراد نداشت آخه اگه دست دختر بچه باشه که اسیر میکنه دیگه همونا خیابونی باشه اینجوری بچرخه راحت بشه اینجوری آخه همش تو خونه میخوان بشورن اعدای میخوان اذیت کنن بازی کنن خب یه بازی دیگه بکنیم یه بازی دیگه خب یه عکس 6 نفر از دوستان درسته خب میبینیم آره 3 تاشون رو باید لایک کنی و 3 تاشون رو دیسلایک خب اول 3 تا لایک کیا هستن؟ علی زیای عزیزه خانم بلوکار سیامک نعمتی عزیزه و مهداد میناوند حمید هیراد و وزیر بهداشت آقای دکتر خب نمکی. اولا خب همه اینا دوستامن و دوستای صمیمی هم هستن. خب 3 تا لایک بعد علی بری. یه موقع سوء تفاهم نشه. بچه‌ها اون تفنگ مرا بیاورید. یا خدا. ما تو یه تفنگی داریم. آره واقعی. بعد دیر جواب بده من اونو میذارم. من الان سری میگم. ولی خب امیدوارم دوستام ازم ناراحت نشن. حمید هیراد رو لایک می‌کردم. خب علی ضیا رو لایک می‌کردم. حمید هیراد لایک. علی ضیا هم لایک. علی مرداد مینوانم لایک میکردم بقیه هم لایک میکردم ولی خب این 3 تا رو گفتین چون این با اینا خیلی وقت دوستم یه انصاف این روزا وزیر بهداشت مرسی گفت دست در ولی باشه لازم میشه وزیر بهداشت این همه زحمت میکشه باشه دیگه پارتی بازی شد دیگه دوستام اونا خب حتی سیامک و خانم بلوکا دوستامون هستن ولی خب دیگه اون قدیمی ترم با سیامک هم دوست داره آره با سیامک هم دوست داره پرسپولیس بود دیگه پرسپولیس بود هست هنوزم هنوزم هست آره با مرداد هم خیلی خفنی آره با مرداد هم خیلی خفن سیامک چه پستی بازی میکنه فوتبالی زیاد نیستم واقعا که بگم فوتبالی هم مثلا پیگیر اصلا بازی ولی پرسپولیسی استقلالی جفتشو دوست دارم جفتشم خیلی دوستای نازنینی دارم ولی اگه مثلا بخوای خارجی رو بپرسی ازم توی پی اس لیورپول رو انتخاب میکنم ولی واقعیت بایرن مونیخ خیلی دوست دارم
بین پرسپولیس استقلال چی؟ هیچ کدوم، جفتشون خوبه. جفتشون خوبه. الان بگم یکی دیگه بیچاره میشن. بچه که بودم من نمیخواد بگی الان دیگه مرداد گفتی، سیامک گفتی، دیگه چیز خاصی نمیخواد بگی. نه بچه که بودم واقعیت پرسپولیس رو دوست داشتم بچه که، اما دیگه بزرگ شدم و اینا درگیر همین موسیقی اینا شدم. ولی خب سیامک هم فوتبالش خیلی خفن خدایی. نظر راجع به اینستاگرام چیه؟ خیلی باحاله. باحاله. بعد خودت خودت تو این قضايا اجتماعی اینا هیچ وقت پست نمیذاری، موضوع گیری نمیکنی؟ نظر یعنی چی؟ راجع به اتفاقات اجتماعی که میافته تو جامعه اینا هیچ وقت هیچ پستی نمیذاری؟ به خاطر اینکه احساس میکنم که اگه بذاری میگن که داره شاف میکنه، وای تو چقدر اینجوری اونجوری. ترجیح دادم از هوادارهای من خدا رو شکر اینو میدونن، ترجیح دادم که از حاشیه به دور باشم، اما با قصه مردم قصه خوردم و با شادیشونم شاد بودم. واقعیت حالا نظر خودت، یعنی کلا هنرمند نباید توی موضوعات اجتماعی تاثیرگذار باشه یا نظر اصلا نده؟ من فکر میکنم اگه در مورد الان داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم الان دیگه هنرمند چه نظر بده چه نده هیچ فرقی نمیکنه، اون اتفاقی که قرار بیفته میفته. پس حالا من بیام اینجا جار بزنم آقا کرونا خیلی زیاد شده، مقصر فلانیه فلانیه فلانیه، گرونیه مقصر فلانی فلانیه، رو میگه آقا تو مثلا دو سال الان اومدی، اولین چیزایی که تو دو سال اومدی فکر میکنی الان خواننده شدی، حق نظر داری. من این چیزا رو دیدم که میگم، دو سه بار منم پست گذاشتم حمایت کردم، دیدم نه اصلا دارن یه برداشت دیگه از من میکنن. ترجیح دادم اون خط خودم، از اول تصمیمم این بود به مردم انرژی خوب بدم، حس خوب بدم، و هنوزم تو همین راه دارم فعالیت میکنم. ترجیح میدم زیاد توی حاشیه و این چیزا نرم. توصیه‌ات به بقیه همکارام اینه که حالت انفعال داشته باشن و نه بقیه هم در مورد خودم گفتم، شاید همکارام فرق، شما ببین شما با قضیه اونا برن درگیر بشن که نه نه ببین آقای نه بذار من بگم. مجید سال بگم، حالا چرا میگم اینجوری، مجید سالی سال هاست که مردم میشناسنش و تو محبوب دوستش دارن، واقعیت اینو. شاید شما اگه یک چیزی بگین برشش بیشتر از معنی باشه که حالا دو سال اومدم و همین جوری که من الان دو سال اومدم، چه همکارهای خود من چه مردمی که حالا بیرون هستن همین جوری گارد دارن روبروی خواننده‌های جدید. حالا فکر کنم من بیام مثلا بگم آه گرونیه، اولین چیزی که من میگم اینه خب تو خودت الان داری تو چه شرایطی زندگی میکنی؟ اولین چیزی من میخوام بگم چرا فکر میکنن یه هنرمند الان باید شرایطش ایده‌آل باشه؟ نه اینجوری نیست، من الان همکارای من هستن که همون شرایط مردم دارن، خود منم هم همینطور و علاوه خیلی از دوستانم. ولی این دو ساله خوب اومدی وزه، و الان داری میگی مجید ساله محبوب مردم دوست دارن، حرف تو برش داره، برو جلو، ما رو فرستاد جلوی صف. خب شما ما جلوی صفیم، خودش هم حرف کسی نمیاد بگه تو دو روز اومدی الان داری این کارا رو میکنی. تو ببین متوجه حرف من شدین دارین؟ خب میگم الان من فرستاد جلوی صف گفتی. آره دیگه. حالا چرا مردم انقدر گارد دارن به الان به سلبریتی و هنرمندا؟ مردم نه، همه رو نگفتم، واقعیت خیلی هم حسن حمایت میکنن همه خواننده ها رو. حالا میگم منم شما سوالام پرسیدم، یه تعدادی رو که میگم چون احساس میکنم یه سری اتفاقا افتاد توی جامعه موسیقی الانمون که دید یه سری از مخاطبا بد شد، فکر میکنن اگه فلانی، که این اشتباهه که ما بگیم اگه فلانی اشتباه کرد حتما اینم اشتباهه، اگه کسی خطا کرد حتما بلد نیست کارشو، خطاه، من دارم اجرای لایو میکنم اونجا، حالا ممکنه سیم گیتار بپکه، ممکنه صدای خواننده بگیره، ممکنه اصلا از اون بالا بیفته و ممکنه یه روز هم عالی اجرا کنه. ایشالله همیشه عالیه. ایشالله. من که روی استیج انقدر مردم انرژی خوب بهم میدن که اصلا لذت میبرم، واقعا با تمام وجود میام کنار مردم. دمت گرم. آره. و مردم هم نشوندن خیلی دوستت دارن. خدا رو شکر. آره خدا من رو شکر. میپرسم میبینم خیلی دوستت دارن. ازدواج که نکردی؟ نه فعلا. فعلا حالا تصمیمی نداری؟ خیلی بچه‌ام. متوجه سالی؟ 68. 68 نه دیگه. 30 سالت شده. آخه با این دلار چی؟ با این وضعیت دلار الان میشه؟ ما با دلار میخوای چیز کنی زن بگیری؟ نه با الان... دلار نمیخوای زن بگیری. الان بخوای یه خونه دو نفره بگیری خب چقدر میشه؟ خودت میشه. خونه نداری؟ مستاجرم. مستاجری؟ آره مستاجرم. بله. من بگم ماشینم ندارم. اسمم فرزاد فرخی فرد شیرازی. تو رو خدا انقدر شایعه درست نکنید. آ امید گذاشته بودن وسطش. فرزاد امید فرد. نه اینجا نه. توی سایت‌ها دیدم.
که فرزاد امید فرخی فرد شیرازی، نه من فرزاد فرخی فرد شیرازی هم، برای اینکه رونتر بشه فرزاد فرخش کرد. ماشینم گفتی نداری؟ نه ماشینم ندارم. چرا دوست نداری رانندگی رو؟ رانندگی دوست دارم، ماشین X22 داشتم فروختمش و الان ماشین ندارم، الان مستاجرم. الان دیگه نمیشه خرید. آره دیگه نمیشه خرید. الان هر چی رو بفروشی زیادم کلا ماشین باز و این چیزا نیستم، ترجیح میدم که حالا بیشتر لباس، یعنی علاقم به لباسه بیشتر، بیشتر هزینه هامو برای لباس هم میکنم و همچین چیزی. آره. اگر یه جمله میخواستی تتو کنی رو بدنت یا یه کلمه چی تتو میکردی؟ اگه بخوام یه چیزی، خیلی چیزا به ذهنم میرسه، ولی اگه بخوام یه چیزی تتو کنم میرسم خدایا شکرت. خدایا شکرت. خدایا شکرت، خدایا شکرت، صد هزار مرتبه شد. صد هزار مرتبه. خب با سامان عزیز. بله. عرضم به حضورت. یک سوالم بپرسم، به مهاجرت فکر کردی؟ هرگز. هرگز. من عاشق وطنم. عاشق وطن. خیلی زیاد. علاقه مندم. خیلی زیاد. بیش از. حتی با این شرایط الان گرونی و. با هر شرایطی. حتی دمید. اگر اینجا اتفاقای سخت‌تر بیفته من عاشق وطنم، چون هم زبونام اینجا هم. من یه دو سه سالی قبل از اینکه خواننده بشم اگه مشکل زبانی یه سالی میتونی زبان من به معرفی کنم یه سالی زبانتو فقط فقط زبان نیست، عشق علاقه مونه. من یه دو سالی قبل از اینکه مثلا حالا خواننده بشم و مردم بشناسنم موسیقی ترکیه تحصیل میکردم، اون دو سال ترکیه خیلی اذیت شدم و اصلا فهمیدم چقدر خوبه وطنم واقعا. تهران، شمال، آبادان، شیراز، هر جای این وطن عشق. فقط آره بدون گفتم فردا بیا جای رئیس جمهور یه روز هستی و قدرت اینو داری یه کارایی برای جوونا انجام بدی، تو یه روز دو تا قانون بگی برای جوونا وضع کنی چی میشه؟ اولش که سعی میکردم واقعا این گرونیه رو درست کنم، چون خیلی شرایط سخت شده برای همه، چه قشر متوسط چه قشر فقر، همه، حتی اونا که الان پولدار هستن هم میدونم شرایطشون متوسط شده. و اولین کاری که میکردم سعی میکردم این گرونی رو یه ذره کاهش بدم. دومین کارم که میکردم به نظر من قشر موسیقی مظلومترین قشرم و از بیرون همه میفکر میکنن که واو چقدر مثلا نوازنده مثلا استاد احتشامی چقدر پولدار الان چقدر داره لذت میبره، اما پشت پرده رو نمیبینن که اصلا چه اتفاقی افتاده. سامان اتفاقا خیلی پولدارا. پولدار شد؟ به مردم کلک نزن. سامان پولدار من نیستی. نه به جان خودم. چرا هول شدی؟ بابا چی؟ تو پولدار نیستی. خدا عمرت بده. عمرت بگم. عزیز دل من است. واقعا پولدار نیستی سامان. نه به جان خودم. سامان خونه داری تو؟ نه. بی ام نداری؟ نه. نداری؟ اسباب بازیشو دارم. آها اسباب خونه داری که؟ نه. مستاجری؟ آره، همه هم دفتر کارم اجاره‌ایه، هم خونم اجاره‌ایه، ماشینم هم قسطیه، اونم مال خودم نیست، به نام خانوممه. من تازه فهمیدم هنرمندا چقدر این 90% جامعه موسیقی این شکلیه ها. یعنی میخوام همینجا اعلام کنم، چون میدونم برنامه‌تون خیلی پربیننده است و چقدر خوبه که همچین برنامه درجه یکی را انداختین. واقعا قشر موسیقی مظلومه همیشه. حالا باز این برنامه خوبه که بعد چقدر کار قشنگی کردن استاد که حداقل نوازنده ها رو نشون میدن، باشون صحبت میکنن، اسمشون رو حتی میگن. ما برنامه تلویزیون رو الان هم چیزی نداریم و اون یکی چیزی که گفتی رو من اگر رئیسشون بود میشدم حتما که موسیقی رو آزادتر میکردم. موسیقی رو آزاد. آره حتما. آها. چرا خود سازنشون نمیدن به نظر شما؟ من همیشه سوالم اینه که چرا. مثلا من اوایل کارم هوای تو اومده بود بیرون، حالا دیگه خاطره است، هرچند که با آقای علی خانی هم از دوست هستم و برنامه آقای علی خانی بود، یک برنامه رو گذاشته بودن، چون گیتار پشت سرم بود اون آهنگو اصلا پخش نکردن، ما رفتیم ضبط کردیم. بعد هرچقدر من اوایل کارم بود خوشحال برنامه آقای علی خانی هی نشستیم همه خواننده‌ها رد شدن، پس چی شد اوایل تو؟ از هنگ زد بهم گفت که ببین چون سایه گیتار معلوم بود نذاشتن آهنگ، چون سایه گیتار هم سایه گیتار معلوم بود نمیتونیم آهنگ تو بذاریم. و من اون اوایل کارم هم بود، مثلا الان آشنا نبودم با وضعیت، خیلی قصه خوردم، گفتم چرا. من رفته بودم زنگ زده بودم به مامانم، مامان الان بشین برام من نگاه کنه، اینجوری چیزی که همیشه تو ذهنم بود. اینجوریه، یعنی کارمون به جایی رسیده که از سایه گیتار میترسیم، چون ممکنه منقلب کنه شاید. خب سامان عزیز، جان دلم، با فرزاد عزیز. فرزاد عزیزم من متوجه شدم که نوازنده گیتاره، یعنی گیتار میزنه میخونه. یکی از یه خونه براتون اجرا میکنم اگه اجازه بدید، آهنگ خوابهای طلایی
اثر استاد جواد معروفی، یکی از آهنگ‌هایی هستش که هر کسی که میخواد پیانو یاد بگیره اول یاد میگیره. یعنی معلم‌ها این آهنگ رو یاد میدن به شاگردان. یه خورده با هم گوش میکنیم، برای همه مردم آشناست. بله. یکی از اولین آهنگ‌هایی که همه مردم میرن کلاس گیتار و دلشون میخواد که یاد بگیرن و بزنن، یک آهنگی هستش که آقای اصلانی ساختن بیش از 50 سال پیش و ما تفکر کردیم با فرزاد عزیز که قبل برنامه با پیانو؟ آره با پیانو. من نشتم تا حالا خودم نشده بودم. گیتار شنیدم. آره حالا ببینیم با پیانو آواز چجوری میشه. از فرزاد عزیز خواهش میکنم در کنار شما قرار بگیره. بسیار آرام یه بخش فرزاد جان میکروفون میخوان. بله یار مسیشن بریم. بله سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاهات میشم دوباره باز تنها میشم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه بازم دلت بخواد که یار یک دیگر باشیم مثل ایام قدیم بشینیم و سحر پاشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز این اومتا تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم اگه یه روز این اومتا تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم به 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 باعث افتخاره باعث افتخاره واقعا زیبا بسیار زیبا لذت بردیم خیلی ممنون قداتون بشم قربونت برم دمت گرم ما با فرزاد فراخ عزیز هستیم قرار باز دوباره یه ترک دیگه بشنویم با گروه نازنینشون فدایت شم در خدمت شما هستم قربونت برم زنده باشی فدایت بشم خیلی عالی لذت بردیم فدایتون بشم من فقط یه جمله بگم به این دوربین چون میدونم این جمله هم همه جا گفتم عشق ورزیدن نابترین حس دنیاست عشق بورزیم و عشق بورزیم و عشق بورزیم عاشق شما قربونت برم فدایت بشم به افتخار فرزاد عزیز بریم معرفی مهمان مهمان بعدی ولی امشوی باز معرفی امشوی ببینیم با مهمان عزیزمون مهران قفوریان
مهران به عنوان کارگردان و بازیگر واقعا نیازی به معرفی نداره. برای همین ما تصمیم گرفتیم به جای حجم سوابق کاری و ابعاد مختلف زندگیش به حجم و ابعاد خودش بپردازیم. مهران بازیگر خوشفکر، خوشخنده، خوشبرخورد و مهمتر از همه خوشگوشت سینما و تلویزیون بود که البته در حال حاضر از وضعیت خوشگوشتی به وضعیت خوشهیکلی تغییر فرم داده. این تغییر در حدی قیافه مهران رو جدی کرده که الان شما به راحتی میتونید از این به بعد توی خونه اگه بچه‌تون شیطونی کرد بهش بگید یه بار دیگه اگه کار زشت کنی میفرستمت عجوبه آب پیش اون آقا سیبیلوه دعوت کنه ها. اما عمق فاجعه کاهش وزن مهران اونجاست که اخیراً بانو عدل هم از ایشون الگو گرفته و چند ده کیلو لاغر کرده تا ما از این به بعد به جای اینکه موقع دیدن موزیک ویدیوهاش یاد اون خدا بیامرز بیافتیم تصویر این پلنگ ملنگای اینستاگرام که شارژ میگیرن و شارژ میکنن بیاد جلوی چشمون. ضمناً مهران خالیبند الان بیش از 5 ساله که داره وعده ساختن سری جدید زیر آسمان شهر رو میده. یعنی اگر میخواست آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنه که کسی به این 45 تومن یارانه هم نیاز نداشته باشم انقدر طول میکشید. خلاصه ما که دیگه کلن قیدشو زدیم. نه مجید مهران قپوریان عزیز به 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 سلام علیکم مخلصیم. سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله فدات شم. ای نوکردم چی باحال جمعش کردی برکش کردی نه چطوری خوبی قرمونه دارم از ما بعیده که الگویی. بله شما بزرگ ما فدات شم. یه برای باز واسه اسپری بزنم. خیلی ممنون. بی خیلی ممنون. خوبی مهران جان. نوکرتا. شاکرتا. خوبی ماشاءالله. ریشا رو کوتاه کردی. بله. چه برنامه خوبی دارین. واقعا. به خدا. قابل شما نبرده ببرم. قربونت برم. مرسی. یه برنامه تو خونه دارم اینقدر. قربونت برم. چیز همونی که قرار بسازی. نه به دخترمون میگم. آها ای جانم. ای جانم. آنا خانم نازنین. آره قربونت. ای خدا اینقدر بچه‌ی تو خوبه. یعنی ولت نمی‌کردم. اگر کرونا نبود. آره به خدا. هر جور شده بود. یعنی اصرار می‌کردم بیاری. می‌رفتم از همسر گرامی آرزو خانم خواهش می‌کردم تو رو خدا اجازه بده بیاد. ولی چون شرایط کروناست. آره. چقدرم بعد که شنیدم جدیداً بچه‌هام می‌گیرن. می‌خوام حرفای بد نزنیم. ان شاءالله که آره. آره ایشالله که هیچکی کرونا نگیره. اونایی هم که گرفتن زودتر خوب بشن. اونایی هم که نگرفتن آدم باشن نگیرن دیگه. منو خودت دیگه نگیریم دیگه. آره چشم. سلام هم میخوایی بدی؟ سلام هم بدی. سلام علیکم. مخلصم. چاکرم. فدات. امشو شو بشه. بله. یعنی امشب همون شب است. امشب همون شب است. خب خیلی هم عالی. مخلصیم. چه کارا میکنی؟ کار جدید. نوکرت هم گوش میدادم معرفی بود. آها معرفی چی بود؟ بد بود؟ خیلی بامزه بود. بامزه بود. گفت بچه ها شلوغ کنن میگیم میفرستم تو اون برنامه قدقه بود. آقای با سیبیلو بدخلاقه. آره. ولی ماشاءالله خیلی لاغر کردی. آره من 53 کیلو لاغر شدم مجید. واقعا؟ به خدا. الان یکی از بچه‌ها بیرون گفت من 53 کیلو هم. گفتم من یکی اندازه تو رو از خودم در آوردم. انگاری چربیام بود. لب یه چایی هم برام آورد. 53 کیلو؟ آره میسم اون میگه؟ آره موفرفریه. 53 کیلو بود. آره میخوای خودت بگی کی بودی؟ بله فهمیدم از فهمیدم بله. آره. آره یه دونه. یعنی تو گفتم 53 کیلو گفت من 53 کیلو هم. گفتم قربونت برم. ولی خیلی سوال پیشت میکنن میبینن نه؟ آره معدتون رو کوچیک کردین، روداتون رو در آوردین، دهنتون رو بستین. تا 5 دقیقه دیگه به لایو بعدی میری اونجا نوشته بکردی دارم شوخی میکنم نه جدیه. بله عینک تو برات ببینم. نمیتونه نه این بودش؟ نه نه این نبود. نه این نیست. داشت میخواست ببینیم اون 53 کیلو. ممنون. میریم 5 دقیقه دیگه میریم باز لایو بعدی. چیه؟ هر یک ساعت اینستاگرام
یه بار صفر میشه. آره یه بار صفر میکنه. جدی؟ آره بعد دوباره ساعت دوم شروع میشه. آها. مثل بانک ها که ایه ساعتی کارت نمیشه کشید. آره مثل بانک ها یا مثل پمپ بنزین ها که میایی میگن الان تعویزه چیزه. آره تعویزه شیفته. آقا خوردی به اونی که مثلا دوازده میرسی میگن آقا تعویزه. آره. نیم ساعت واسی. خیلی هم خوردم. با همه جایگاه عکس گرفتم. با همه آبرا عکس گرفتم. با همه ماشین ها که معطل بودن عکس گرفتم. آره. با هر پمپی عکس گرفتم. داش یه دونم با این پمپ یه دونه با سوپر بگیرم آقا پولم بود. عکس گرفتم. خسته نباشی. نکردم. اولا که واقعا بی‌نظیری دوست داشتنی و مردم انقدر خاطرات خوب ازت دارن و مردم لطف دارن. خوبهای کمدی ایران جز نامبر وان هایی. نکردم. و کارگردانیت هم مردم فراموش کارهای بسیاری از تو دیدن. قربونت برم. و کار جاودانه زیر آسمان شهرت که واقعا خیابونا خلوت میشد. دمت گرم. فقط زیر آسمان شهرت خود شما هم بودیم آقای سالی. ما نوکریم، ما بازیگر شما بودیم، سرباز شما. زیر آسمان شهر یکو ساختی. زیر آسمان شهر چهار رو چند بار گفتی؟ کدوم دوتا؟ میگم خودت هم خیلی بانمکی. آها نوکرت هم فدا چم. زیر آسمان شهر چهار رو چند بار هی درخیست کردی گفتی میسازم. مثلا آقای ایرج ملکی گفت من دو رو میسازم. رضام گفت منم میام. گفت میام. آقا من مشاوره میدم. یه چند جلسه نشستیم گفت اگه اینجوری نمیام. چه جوری شد که گفت نمیام؟ می اومدیم هیچ متنی نداشتیم. گفت قرار نیست کار کنی نمیام. خب بس قرار نبود. آخه چند بار خیلی قاطع و چیز گفتی که میخوام بسازم. آره. ولی میدونی مجید مشقی میزنی یا مانوره. اعلام میکنی یه مانور میزنیم ببینیم میگیره. تو خیلی هم استقبال کردن. آره میدونی مجید یه خورده خودت هم کارگردانی میدونی یه خورده شرایط باید خیلی مساعد باشه. الان خیلی هاشم مردن خدا رحمتشون کنه. دو نفرشون به رحمت خدا رفتن دیگه. آره دیگه خیلی مهم. آره غلام شیش نوربند و متاسفانه خانم ملک رنجبرم که همین چند وقت پیش تو کرونایی هم از بین رفتن ولی یعنی فوت کردن ولی کرونا نگرفت. خانم رنجبرم نه کرونا نگرفت الحمدلله. اون دوستانی که کرونا گرفته بودن چیز خاصی زود سلامتشون به دست آوردن. خدا رو شکر. الان خانم بلوکات صحبتش شد که انشالله سلامت باشن. آقای کیانوش گرامی کرونا گرفته. آقای وریا غفوری هم گرفتن. پسر مهراب گرفته بود. خدا رو شکر الحمدلله خوبه. جوی حالش بودن بهتر یعنی خوب. خدا رو شکر. خود مهراب چی؟ خدا نه الحمدلله خوبه مهراب خوبه. خدا من سوال کارگردانی تو کردم گفتم قرار بوده بسازی نساختی چون کلا میدونم مرد عملی حرف نمیزنی. مثلا میگی من اسلحه میکشم میزنم کشیدی زدی. آره درسته؟ یادم نیست ولی یه صدای تیری یادم هست. حالا جریانش جریان اصلاحی چی بود؟ بلش کن اونو بگتمم اما اصلاحی بودی. خب نه خب خیلی خب بادی من خودم دارم بادی. خب دارم مثلا میذارم قوطی میذارم دو تا باد زدی بیو چهار نفر اختار سرمون بردن. کجا زدیم باد؟ باد زدیم تو خیابون. خیلی نمیتونم باز کنم. من تو خونه تو حیاط میزنم. تو فکر کنم تو یه خیابونای اصلی تهران نه بادو زده بودی. یک دونه سه نفر با قمه پیاده شدن. ما اونو کشیدیم. اونا از اونی که ما کشیدیم در رفتن بعد ما رو گرفتن. دوش علت رو اول بگیدین دنباله. بعد این مال دوران دبستانم بوده ها. الان دنبال هم نیان. دبستان الله اکبر. آره چی شد این یادت بود؟ چی؟ آه از مرد عملی شده شده. آخه بهرام افشاری خاطره خوبم داره. از اون تیراندازی من؟ میگفتش که نه نه میگفتش که توی یه فیلمی بودم. بعد دست منو میبادن بگیرن من و نیروهای امنیتی. شل میگرفتن بهرام افشاری میگفت بعد آقای آهنجم کارگردان بوده. خب گفت آقا اینا چقدر چیزا گفته اینا واقعیان و نیروهای امنیت واقعیان دارن بهت حال خب میدن. بازی بلد نیستن خیلی دارن شل منو میگیرن من اصلا میتونم درم حسم چیز نمیده. آها بعد گفته چه نکته خوبی گفتی آقای آهنج بهش گفته گفته آفرین بهرام چقدر به جزئیات توجه می‌کنی آقای بچه... افشاری گفته بچا همین چیزی بچا آقای افشاری رو آهان همینه گفت بچه آقای افشاری اون بعد گفت بریم بس یه برداشت دیگه میگیریم گفت صدا دوربین حرکت
طوری گره زده بودم پاش اومده بود دور گردنش گردنش چیزی گفت این واقعیشه واقعیش اینجا گفت چقدر خوب شد بهتر شد برای قشنگ گرفتن ولی تا دو روز خوابید نهیم از سر فیلم برداری گفتم چرا اونجوری گرفتن آره دوستان نیرو انتظامی که میان سر صحنه ها به ما حال میدن شل بگیرن آره واقعا اونجا صف میگیرن آره میگه هنربنده حالا داره نقشش بازی میکنه اشکال نداره ولی سوء تفاهم بود میدونم ولی تعریف جا نداره تعریف کنی نه بو چیزای دیگه میگم باحال چیزای دیگه باحال تر میگی آره بابا آره میخوام من بگم یه چیزی یادت بندازم ما با هم کیش بودیم یه خاطر اون کیشه یه کیش خاطر انگیز شد آره. سال 79 بود 20 سال گذشت بیرون هتل یه جا گرفته بودیم میرفتیم هتل صبحونه میخوردیم بله آره بگم پولش رو میدادیم نه به خدا پول میدادیم نه اینکه مفت بازی کنیم بگیم اتاق داریم بالا فلان نه یه ورودی داره برای پولش ولی یه آقایی بود نمیم سمتش چی بود خیلی هم خوشتیب بود انگاری مثلا مسئول اونا بود با هم میرفتیم آره من و مجید با هم میرفتیم صبونه میخوردیم صبونه های هتل هم دلتون نخواد خیلی مفصل و فلان و بعد هر روز صبح پولشو میدادیم دم در که آقا دوتا صبونه چقدر میشه اینقدر بفرمایید این آقا یه جوری نگاه میکرد انگاری که این دوتا چرا بلند شدن صبح اومدن هتل ما دارن آخه صبونه. یه ذره خب چیز بود ما پول ورودی رو میدادیم ورودیش هم 8 تومن بود ولی خب خیلی مثلا ولی اندازه 8 میلیون میخوردیم یا یه تخم مرغ آپز برمیدارن مثلا 8 تا تخم مرغ برمیدارش 14 تا سوسیس اینا رو میذاش لای بین 6 تا ژامبون 6 تا ژامبون رو آره. یه پنیرم که برمیذاشتیم موقع هم رژیم نبودم موقع رژیم هر چقدرش هم که میموند عصرونه میزدیم که دوباره صبحونه فردا بیایم یه بار که من اومدم وردارم دو سه بار بعد برخورد کرد فرداش میگفتش که مجید این یارو با من حال نمیکنه بیا اون در پشتیه بریم بعد منم خب معذرت میخوام ببخشید احمد خب باز دوباره میگیم همین تو آره خب باشه شاید اونور بیایم نشناسه نشناسه ولی خوب میشناخت آره. میومد مهران هر جا خواست برداره در اونو میبست دیگه آره یه بار که دیگه چنگالمو زدم تو سوسیس مثلا بیستومی اومدم بکشم درشو بست چنگاله موند اون بره در بعد فکرم مجیده نگاه کردم گفت بقیه مهمانان آقای غفوریان در نظر بگیرید در نظر بگیرید دیگه هتلمون رو عوض کردیم دیگه رفتیم یه هتل دیگه البته هتلی که نداشتیم فقط صبونه پول آره. صبونه شو داشتیم آره دیگه خیلی اون موقع با یه خاطره دیگه همونجا یوسف داشت تلفن چیز یوسف داشت با اسبه من با یوسف صیادی و یوسف تیموری یه اجرایی داشتیم اونجا نمایش بعد یه شب دم اسکله کیش داشتیم راه میرفتیم یوسف میتونم بیستم اجرا کنم؟ بله بله بیسته بله بیسته اجرا کنم یوسف صیادی داشت میومد اون بر بود ما این ور خیابون با یوسف داشتیم را میرفتیم یوسف صیادی اون بر یه دونه این کالسکه ها اسبش هم موازی با یوسف دقیقا کله این وری واسه برای این دوربین اجرا کنم سلام آقای صیادی مخلصم ببخشید کله آقای صیادی با کله اسب بغل هم بودن خیلی نکردم دارم ماجرا رو میگم یه دقیقه گوش کن بعد یوسف داشت حرف میزد با اسب یعنی همچی که راه میرفتن هی برمیگشت یه چیزایی میگفت یه هندزفری گوشش بودیم بر ما نمیدونستیم تازه هم هندزفری اومد بود من و یوسف پرسیم گفتیم دورو با اسبه حرف میزنه بعد که اومد الو سلام اینجوری یه چرخید سمت ما فهمیدیم داره با هندزفری حرف میزنه یوسف صیادی عزیز نوکرتم هر جلسی برقرار باشی چکر میخوای بگی اسمت اومد بیه تو این برنامه هر جلسی برقرار باشی نه انشالله بیان دعوتشون میکنیم بیان حتما باعث افتخاره آره از زاویه خودش من و یوسف رو بگه آره از تو یوسف که خیلی شاکی بود از یوسف تیموری بیشتر از اون بیشتر اصلا خیلی من عصبی بودم آقای صیادی رو نوکرش هم هستم دستبوسش هم هستم هندزفری زده بود واقعا با اسب حرف نمیزد یه خاطرم حالا که باز هتل رو گفتی و خاطره گفتی یک خاطرم در برزیل بود اونم میخوای لطف کنی اینو بگم اینو بگو بگو این اورجینال واسه برنامه خودته وح 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 به افتخارش دست بزنید
یعنی رامبد ببینه میگه اینو چه تو خندوانه نگفتی؟ چون میدونستم مجید یه امشوی داره نگر داشتی. آره آقا، بازی ایران بود با کدوم تیم که تنها گلی که ایران زد به اون تیمه زد، قبل اینکه اون تابلوه بزنه گل ایرانو زرت یه گل خورد. آهان سه تا بعدش هم خورد ایرانو. نه نه مکزیک؟ نه سربستان یه همچین کشوری بود. بوسنی. چرا بوسنینا بود؟ یه دونه زد بلافاصله، یه دونه زد بلافاصله خورد، یعنی قبل اینکه گل ما رو اعلام کنه خورد. قبل بازی که نشسته بودیم آنگولا نبود؟ چی؟ آنگولا نبود. خب آنگولا اصلا کلا بود اینجا. بوسنی. بله آره بله. آره بعد نشسته بودم خیلی دادم زد. آره قوچان نجات زد. آره نشسته بودم خیلی استرس واقعا داشتم قبل بازی. من سر بازی ایران آرژانتین گریه میکردم، در حدی که انقدر گریه کردم از اتوبوس جا موندم شب رسیدم هتل. برزیلیا انگلیسی هم بلد نیستن که همونو من با بدبختی حرف میزنم. یعنی من که با بدبختی تازه میخوام با انگلیسی بگم کجامون، اصلا هیچی نمیفهمه انگلیسی. تو برزیل بگی Can you speak English؟ میگه یه دقیقه وایسا، فردا صبح یه نفر رو میرن یه جایی میارن که اون انگلیسی بلده. اینجوری هم آقا من نشسته بودم تو استادیوم، بازی داشت شروع میشد، خیلی استرس داشتم. بعد سردرد شدم، انقدر استرس داشتم چون این بازی آخری هم بود که ایران داشت، هیچی هم گل نزده بود، حالمون هم بد. یه تماشاچی ایرانی که با ما نبود، از کشورهای برادر کشورهای دیگه اومده بود، یعنی کشورهای دیگه اومده بود، خیلی هم آزاد و ریلکس بود، مرد بود. این اول توضیح بدم، مرد بود. بغلم نشسته گفت آقا فریدون چته اینا؟ گفتم داشت سرم خیلی درد میکنه خورده. که کی بود نقاشی پرچممون هم پشت رو کشیده بود، درخشانی و کشیده بود. بله دوستان عزیز، اون پرچمو برعکس کشیده بود. آره مثل بله، ایتالیا بود. رضا یزدانی عزیز. آره پرچمو برعکس کشته بودم. مال من این گردیا بود. گفتم فریدون چی شده؟ گفتم من یه خورده استرس دارم قبل بازی، ببخشید. یه مدلی هم گفتم که یعنی زیادم رو مخم نرو، بذار زندگیمونو بکنیم. حالا دیگه فوتبال ببینیم دیگه. نصف کره زمین رو چرخیدیم اومدیم اینو ببینیم، راحت بریم و اینا. دیدم آدم باحالیه، گفت داداش ناراحت نباش، بیا داداش خیلی تو خودتی. دست کرد جیبش یه قرص درآورد. گفت این قرص خوراک بازیه، آرام بخشه، آرام بخشه، ریلکست هم میکنه. گفتم دمت گرم، سرم هم درد میکنه. گفت اصلا سر رو بیخیال، یادت میره سرت درد. یه قرص، قرص آرام بخش هم بود واقعا، انقدی زرد. تو ایران سبز خورده بودم، گفتم دیگه برزیل رسیده باشیم زردش منطقیه، چون پرچم برزیل هم زرد داره. آقا قرص دیگه خوردم، کوکاکولا هم دست اون بود، این نوشابه ها پولی نگرفتیم ازش. برای چی بگیم اسمشو؟ بعد خوردم و آقا ایران گلو زد، بلند شدم. آقا یه ده دقیقه که گذشت سردردم خوب شد، حالم هم خوب بود، یعنی دیگه سردردر یادم رفت. ایران که گل میخورد بلند میشد، ما بودم گل گل، بعدش همش گل خورد ایران، سه تا گل خورد. بعد این پسره گفت آقا غفوریان بشین. بودم جونم گل زدیم، گل 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 آقا غفوریان گل خوردیم داداش. گفتم که بس ببینم، کله قوچان نجات رو کله همه میدیدم، یعنی هر کی میزد فکر میکردم قوچان نجات زده، یعنی سر اونو رو کله همه بازیکن ها میدیدم، انگاری رضا قوچان نجات با خداشه. بعد گفت گل. بعد گل دوم باز من بلند شدم شادی کردم، دومین گلی که ایران خورد که بعد گفت آقای غفوریان. گفتم آقای غفوریانو مرض. بعد دیدم یارو نیست، یکی دیگه است. دیده من حالم بد شده اصلا رفته، این یکی دیگه بود. گفت آقا غفوریان گل خوردیم داداش، نوکرتم. آقا دیگه من بی خودی شادی بعد گل میکردم الکی. بعد به خدا نمیدونستم، بعدم فهمیدم به آقای چیزم
ایشون قرص داده بود آقای مارادونا. مثل اینکه مارادونا هم سر بازی سرش درد میکنه، ایشون بهش قرص داده. با بدبختی یعنی تو رخت خوابم هم توی هتل گل اصلا روانی شدم، یعنی کاش سرم کنده میشد ولی اونو به ما نمیداد. هر جا که هستی این کارو با کسی دیگه نکن داداش، واقعا آرام بخش میگی، آرام بخش به مردم بده. ما یه آدم ساده دادی. هم قرصه نیواردی اصلا؟ نه داداش، اصلا یارو هم یادم نیست، رفت پایین. سرم خوب شد ولی نمیدونم چی بود. فقط گفتن اینم به همون مارادونا هم ایشون میداده قرص. یکی به هم گفت بپرس خسیس نیستش مهران؟ فکر میکنی که این سوال رو پرسیده، گفته بپرس امین نوری؟ چرا همه یقه امین نوری میگیرن؟ حالا اتفاق میفته یه سرش به امین نوری. چی گفته؟ خسیس یعنی چی؟ خسیس یعنی چی هان؟ خسیس تو تعریف کن مثلا، خسیس یعنی چی؟ خسیس به آدمی نمیگن که اگر یه چیزی ازش بخوای بهت نده. نه نه خسیس نیستم، دوست نداری بدی، مثلا میگن بچه وسایلشو نگیر، بعد نمیده بچه بهش نگین خسیسی، تو چقدر خسیسی، چیز بدیه. تو چون تو کودک درونت زیاده ازت نباید چیزی بگیرن، ناراحت بشی شاید. بله این آبر جهن زدن؟ نه 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 این آبر نزدن؟ بله اون آبه شما دهن نزدن. نه خیلی من مارکش کو مال کوکاس در میارم که تبلیغ نشه. پولی نگرفتیم ازش. اگه میخواین از برنامه بعدی امشو بیا بیا. برات کتاب خوندن سخته یا آهنگ کلاسیک؟ دوست من کتابه. بدترین دوست کتابه. کتاب خوندن سخت‌تره یا موسیقی کلاسیک گوش دادن؟ کتاب خوندن سخت‌تره. کتاب خوندن سخت‌تره. بدترین دوستت هم کیه؟ هم کتاب. آره دیدی میگن بهترین دوست من کتاب. آره دیگه میدونم. بله خیلی بده ها که من به عنوان یک آدمی که یه آدم فرهنگی بگم بدترین دوست من کتاب، ولی من کتابای درسیمو با بدبختی خوندم. کتاب باز دعوتم کردن روم نمیشد برم به سروش، گفتم سروش میگم چه کتابی خوندم. حالا آخرین کتابی که واقعا خوندی چی بوده یادت میاد؟ همون دوره هنرستان اینا بود دیگه. آن دانشگاه هم نخوندی؟ هنرستان خوندی دیگه. دانشگاه خوندم دو تا. چرا؟ نه ولی چون دانشگاه با هم بودیم. آخرین کتابی که دارم هنوز میخونم چند ساله؟ کودک دو ساله منه دارم میخونم. یه کتابه. ای جانم خیلی هم خوب. پدر خوبی هستی؟ سعی میکنم. ولی واقعا هستی؟ باید از خانم بپرسی. روانی بچم هم. چرا؟ خیلی دوستش دارم. خیلی بو بو قشنگه. قشنگه بو بو خوشگله. قشنگه خوشگله هم داره نگاه میکنه. آره. بابا قشنگ بابا سمامم. ای جونم ای جونم هانا بیا منم از سرش بوس فرستادم. بابا قشنگ بابا سمام. قربونه دهم. خب موافق یک مهمان دیگه همونم بگیم بیان به چه لد؟ چشم شما یه مسابقه ببینیم بعد بگم بیاد، موافقی؟ هر این یا اونم ببینیم بعد دکتر رو بگم بیان. خب یه مسابقه است این یا اون. خب فکر کن با یکی قراره سه ماه توی غار باشی. خب توی غار دو متری. خب گوش بده مهران، با سه اون ماه... چیزی که دستشونه. آره. سه ماه توی غار دو متری. خب با یه نفر باشی. خب در روزم یک ساعت میتونی بری بیرون، یک ساعت بری وقت شکاره، بعد بیای تو دیگه پخت و پزتون، غذا خوردنتون، زندگی، همه چی تو اون دو ساعت آب خورده، همه چی تو اون دو ساعت توالت. حالا اینا انتخاب کن، هم غارت کی میخوای باشه؟ رامبد. سروش صحت و رامبد جوان. رامبد. خب رامبد اون یکی کیه؟ من رامبد هستیم دیگه. آهان یعنی اون آقای دکتر روحانی ها. آها من رامبد از جا نداریم آخر. من با یعنی الان بین رامبد و آقای روحانی انتخاب کنم که تو قار بمونیم؟ آره آقای روحانی کلی کار داره، من و رامبد میمونیم برم به کاراشون برسم. بله آره دیگه مملکت دارن چیز اداره اداره دوله. خب بعدی رو ببینیم رامبد حتما
یوسف تیموریه، یعنی اصلا در غارم هم پشت گل میگیریم. خدا یه یوسفه؟ آره. چرا؟ ببین یعنی اون دو ساعتی که گفتی که برای چی میام بیرون، اون میشه هواخوری. یعنی یوسف اصلا هیچ رقم راه نداره. نه دیگه من رامبد راحتیم. اگه بگن مثلا قاره رو بزرگ میکنیم 40 متر، نظر رامبد هم شرطه آخه، بگو میخوای یکی رو بهمون اضافه کنی مثلا راه نه اضافه میدم که میتونی جای رامبد عوض کنی. نه دو اصلا یوسف نه، یعنی راه نداره. ما تازه با اخلاق هم آشنا شدیم من رامبد. خب بریم بعدی رو ببینیم. رضا عطاران و رامبد. رضا عطاران. رضا کی کاری نمیکنه آخه، کار میکنه تو غار. چه مثلا فکر کن گرگ، مثلا فکر کن خرس پشتته، انقدر خون سرده مثلا رسیده خرسه اینجا، انقدر میگه خرس فرده، تو فکر میکنی شوخی میکنه فرده خرس میلان خود. واقعا هیچ مثلا چیز نداره، انقدر خطره رسیده بیخ گوشه، انقدر خون سرده. میخوای واقعا با رضا بری؟ با رضا بمونم. تو با رضا عطاران و بعدی رو ببینیم. با رامبد خداحافظی میکنیم. با رامبد خداحافظی میکنیم. چکی جان زمونشو بلد نیستم. رضا راست میگی زن. خب جواد رضویان و رضا عطاران. رضا، ولی جوادم یه ساعت پیشمون باشه بره. یه ساعت باشه بره ولی آره دیگه، من رضا هستیم. آره اون یه ساعت بمونه چیکار میکنه جواب؟ حال بکنیم با هم کلی. آره. خب رضا عطاران و علی صادقی. علی صادقی آره. علی قارنشینه. داداشم قارنشینه. آقا صادقی قارنشینه. بلده. بله. میدونه چجوری بگذرونه تو غار. نفر بعدی رو هم دیدم. نفر بعدی شهرام شبره است. اینو خودم تازه الان دیدم به حضرت عباس. میخوای تو با شهرام شبره بمونین؟ من و علی بیان به تو سر بزنیم. نه اگه بخوای انتخاب کنم شهرام شبره. واقعا؟ آره. ولی علی قارنشینه ها. کوتاه نمیام در مورد علی. اون یه لحظه بخواد مثلا تو دو مدیو بخونه، فضا محدود نیست، اذیت نمیشی تو؟ نه شهرام خوبه. خب بعدی که آقای مهران مدیری و تو قار مهران. نمیاد اصلا. من انتخابشم کنم میگه برو بابا من نمیام. بعدی رو ببینیم بس. و فعلا با شهرام موندم. بله. اوه 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 برانکو. آقای برانکو رو خیلی دوست دارم ولی شهرام شبره. بله. بعدی تموم شد. خب خسته نباشی. من و شهرام موندیم. آره. بیا پیشمون. من میام جشن. با شهرام سلطی بیا. با شهرام لاسمی شاید اومدم. ایشالله قرونه درم. خب مهمان بعدیمونم بگیم بیان که کنار هم باشیم. ولی مهمان بعدیمونم امشوی معرفی کنیم. بریم ببینیم مهمان بعدی رو. مده هلت. دکتر هلت صاحب امتیاز و مؤسس مجله موفقیت است. مجله‌ای که تاکنون بیش از 400 شماره از آن چاپ شده و عکس روی جلد هر شماره‌اش به تصویر یکی از اشخاص موفق خارجی و داخلی اختصاص می‌یابد. افرادی مثل مارک زاکربرگ، کریس رونالدو، سر الکس فرگوسن، شهاب حسینی، سالار عقیلی، استاد شجریان و مسعود صابری ایشون هم موفقه که خب البته بله دیگه، ایشون هم به هر حال همین که با اون اجرای زنده تونسته کنسرت بذاره و بلیتش رو سولد آوت کنه موفقیت محسوب میشه دیگه. بگذاریم. بسیاری مردم دکتر هلت را به کتب آموزشی و سخنرانی های انگیزشیش میشناسند. پس اگر از کوتاهی امیدواری خود رنج میبرید، اگر ناتوانی موفقیتی زندگیتان را مختل کرده است، اگر در رسیدن به آمال و آرزوهایتان درگیر سستی و زود اهمالی شده اید، سخنرانی های
انگیزشی دکتر احمد هلت مانند یک لارجر هوپ در کمتر از یک هفته امید و انگیزه شما را تا سه برابر افزایش می‌دهد. جالب است بدانید دکتر هلت از اولین پیشگامان برگزاری دوره‌های تندخوانی در ایران است و گفته می‌شود امینم از جمله دانش آموختگان ممتاز استاد در این زمینه بوده. بنده میخواهم همینجا از جناب دکتر خواهش کنم تا چند سمینار موفقیت سیاسی اقتصادی هم برای مسئولان عزیز کشورمان با موضوع بازگرداندن دلار به کانال 5000 تومان با استفاده از قانون جذب، کاهش قیمت مسکن با مثبت اندیشی و تحریمت رو قورت بده برگزار کند، مگر اینکه اینجوری مردم یک نفس راحت بکشند. جناب آقای دکتر هلت عزیز، به افتخارشون. به 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 خداتون بشم، دوستتون مخلصیم. درود بر شما، درود بر شما، شاد باشید و عالی. چاکریم، ارادت دارم، قربونتون برم عزیز دلش. عزیز من یه سلام بدم. بله بفرمایید. نام و یاد خدای مهربون آرام بخش قلب است. درود و سلام بر همه ایرانیان سربلند، هر جای جهان که هستید تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید، در این لحظه دقایقی متوقف بشید، با هم کلی انشاءالله حرف بزنید. قربونتون برم، خیلی خوش آمدی. متشکر از شما، ممنونم. دکتر جنتلمن، جذاب، خوشتیب، دوست داشتنی، واقعا دکتر هلت. بله، بیرون با هم دوست شدیم. بس بی مقدمه بگم، چرا شما گفتی اگه مهران غفوری میام من نمیام کنارش بشینم؟ من چنین حرفی رو هرگز نزدم، خدا میدونه. نه دکتر، بگید راحت باشید. با عشق، با عشق. تو خدا بگید راحت باشید. مهران یکی از به اصطلاح بچه‌هایی که پر از خاطرهای شیرین، برای مردم سرزمینم پر از خاطرهای شیرینه. لحظه به لحظه زندگی کرده، عشق داده و من واقعا بدون هیچ حاشیه‌ای برام افتخاره که من کوچیک شما هم دکتر، همونجوری که شما رو به عنوان خوشقلب‌ترین مجری جهان می‌شناسم. فداتون باشم. زنده باشه. ولی واقعا نگفتی حالا مهران بیا. قسم می‌خورم. خب با کیا نمی‌شینی اگه این برنامه دعوت می‌کردیم؟ یعنی من شوخی بود؟ بله، نه واقعی بود. حالا میگه نگفت. خدا میدونه. شوخی بود. واقعی شوخی بود. نه، اونو شوخی کردم واقعا. نه. ولی حالا کسی هست که اینجا میشست نمی‌شست؟ فقط افرادی که ریاکار باشن رو دوست ندارم. اسم نمی‌تونم بیارم، ولی میگه در میخانه ببستن خدایا کمکی. مگشاید در بازار تزویر ریا. این خوده چشه که خودشون نمیخوان باشن، اونایی که ادا در میارن، اونایی که نقش بازی میکنن، اونایی که مدام در چهره های یعنی یه طوری فکر میکنن واقعا باور ندارن. یه بحثی من دارم توی همین بحث رو زیاد نشه حرفا، شما هر جایی کمک کنید، بحث رفتارهای غلیظه. میگه کسی که دائم از ادب صحبت میکنه یک کودک درون بی ادب در عمق درونشه. کسی که ریا میکنه میاد پیشانیشو آسیب میزنه که نشون بده مذهبیه. رفتارهای بسیار یعنی رفتارهای ظاهری نشون میده. اگه حکومت دانا باشه که هست، اگر باهوش باشه که هست تو این قسمت، جلوی اینا رو باید بگیره، چون اینا دوبل ضربه میزنن، هم به خودشون، هم به مکتب و دینشون، هم به کشور. ادا دوران ادا درآوردن بعد از 40 سال انقلاب تمام شده. بس. نگاه نقشه ظاهری، اینو من آدمایی که این تیپی هستن دوست ندارم، که ریا میکنن، که فیلم بازی میکنن، که درونشون چیز دیگه است، روشون یه چیز دیگه. حالا فقط نه صرفا مذهب، خیلی چیزا رو همه چیز. درسته؟ روی همه چیز. ادای مثلا پاک دامنها، این رفتار غلیظ تو اینه. کسایی که قسم میخورن زیاد، کسایی که اصرار میکنن روی موضوعی، کسایی که ادا دارن، اینا شوخکای هوش دانهوش و در حقیقت هوش اجتماعی آدمو باید بیرون باشه که مراقب باشه اینا دارن چه پیامی رو میدن. اگه یه تاکید زیاده حتما پوشش یه موجیه. من حتی تو فضای مجازی میگم انتقاد بکنید، بگید فلانی سواد خوب نداره، بگید فلانی آدم مثلا کم اطلاعی توی موضوع، اما هر موقع دیدیم اینو مردم خیلی خوب توجه کنن، کلمات نفرت آور اومدن، کلمات تشدید شده، این یه خشم درونیه، این خشم پنهان رو اینجوری نمایش بده، این حرفا دیگه قابل استناد نیست. یعنی اون آدم اگه بیاد یه نقادی درست بکنه یه آدم دیگر رو مانعی نداره. وقتی اون خشمه هست دچار مشکل میشه. با کرونا چی کار میکنیم؟ فعلا که ویروس منحوسیه، ولی تصویری که ما داریم، ما به طبیعت خیلی ظلم کردیم.
طبیعت از ما انتقام گرفت و هنوزم داره میگیره. من دوران دنیا رو به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم میکنم. ما الان تو دوران پس از کرونا هستیم و اعتقاد دارم هیچ اتفاقی مثل قبل رخ نخواهد داد. یعنی همه جهان باید خودشون رو مهیا و آماده کنن با دوران پس از کرونا. دیگه اون خوردن یه ساندویچ تو خیابون با اون ولع با اون حس خوب دیگه فراموش باید بشه و تمام سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها، بیزینس‌های مختلف اگر خودشون رو بروز نکنن تو کرونا محکوم به فنا و نابودی هستن. شما چه نظری دارید استاد غفوریان؟ مراجع شما بگو. مخلص. ولی اینی که دکتر گفتم خیلی جالبه. واقعا به اینش فکر نکرده بودم که دیگه اونجوری با لذت بشینی راحت غذا تو بخوری فلان. ولی یه چیزی رو این کرونا یاد داد به کل کره زمین که کره زمین حقشو گرفت از انسان. بله. بس که آلوده کردیم، بس که استفاده کردیم، جاش نذاشتیم، بس که اجازه حیات به موجودات ضعیف‌تر از خودمون توی کره زمین ندادیم. یعنی هر چی غیر از انسان، همه موجودات. ادامه هم داره. من یه فیلم دیدم بوت زده شده. انسان هم اجازه زندگی نداره. دقیقاً فیلم دیدم بوت زده شده. سواحل دریا در اغلب کشورهای دنیا نشون میداد که هنوز داره این دستکش و این ماسک و این در حقیقت لباسایی که به هر حال آلوده است اینا رو در داخل دریا و دریا آورده به ساحل. آقای آدمای دنیا، مردم خوب سرزمینم، تا موقعی که ما به طبیعت رفتیم و عشق ندادیم به این طبیعت، درختها رو در آغوش نگرفتیم، اون زباله ها رو بردیم. واقعا من چند شب پیش رفتم با همسرم و فرزندم تا یه فضای باز، انقدر این جوی آلوده بود، کیسه‌های آشغال گذاشته بودن اونجا رفته بودن. اصلا واقعا یعنی فکر من تا موقعی که این جور روش‌ها رو ادامه میدیم، ما این کرونا و مثل کرونا ها هست. بله. ولی شما تو کارتون زیاد تاثیر نذاشته تو این دوران کرونا به فعالیت‌های بیرونتون؟ حتی تو خیابون دیدم. من تمام کارم انجام میدم. ما یه فیلمی داریم اگر بتونیم ببینیم. این داری خیلی من رو رفت، خیلی هم کمک کردن، یعنی به هنرهای خیابونیشون رو ادامه دادن. ای جانم ببینیم بچه ها. ای وای نگی از تو کار میکنم. سویلا جان، سویلا جان اشت صبح دیدار میکنم، سویلا در میکنم، قضا میکنم، قضا میکنم، قضا میکنم، قضا میکنم. چی بود دکتر؟ بابی یه داشتم روی تصویر این چی بود؟ یه تیکه داشتم دیوار کار میکردم رفت بالا پایین، این ستایش بود، خدا ازش بگذره. وای وای این کارا تو میکردی قدیم نه؟ آره برکتنس. برکتنس چجوری بود؟ یه دونه داری؟ یه دونه بیام؟ یه دونه بیای؟ ماشاءالله قدیمی حالا نگاه کنیم ببینیم بچه قدیمی بچه. آها ای خدا خیلی عالی بود، خیلی خوب. حالا الان چی میشه؟ باز ادامه. وای وای نه نه مرسی. یه موقع دندان یه اگرور نزنم نه زمین نه کرده الان. این وقتی تو این چیزه یه موقع دندان میده دیجی اون حرکت قلب خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی بعد عدم میومد بیرون. من فکر کردم میدادی یکی دیگه بود. من میگم کلاش فقط شبیه مایکل جکسون ولی استایل و اینها نمیکرد. ولی خب کلا اصلا استایل به خاطر کارهای جدی دوباره اینجوری کردی، از تن زدی بیرون اومدی. مثلا من شنیدم کار سریال قورباغه هومن سیدی عزیز بازی کردی. بله. و یه کار قبلا هم با آقای کاهانی داشتی. بله. که هنوز به ارادتمند تینا بهار نازنین. بله. تینا و که هنوزم تکلیفش معلوم نشده اکرانش. نه متاسفانه بدترین چیزی که توی سینمای ما اتفاق میفته این توقیف بعضی از فیلماست که امیدوارم دیگه این اتفاق نیفته. وقتی یه فیلم پرمانه ساخت میگیره یکی از دردا همین توقیف است. بله. من یه جالب بگم، ما فیلممون، من یک فیلمی کارگردانی کردم زیر نظر، حالا خود لطف کردن دستشون درد نکنه اکران شد. خیلی چند بار اصلاحیه خورد، چند بار اصلاحیه خورد، چند بار اصلاحیه خورد، اکران شد. دوباره این فیلم دوباره وقتی اکران شد آنلاین اکران شد، مردم رفتن دیدن. حالا از سینما آنلاین که همون ویودی یا اون پلتفرم ویودی که داره نشون میده در آورده، از اکران آنلاین برای مردم دوباره پخش میکنه، همونجا دوباره خودشون بدونه که به کارگردان اطلاع بدن قیچی شده. قیچیای بد. یعنی من و شما داریم با هم حرف میزنیم یهو دوباره انگاری پرید. شما فیلم رو دیدی اینجوری؟ بله من دیدم، خیلی هم ناراحت. خب بدونی که به من اطلاع بدن، اصلا میگن تو بیا با من کارگردان ببین شما اینو اصلا اجازه میدی؟ یهو من بعدها شنیدم، بعد از تایید کننده سوال کردم، گفت آره اینجوری شده، اینجوری شده، بخواستم تو اذیت نشی و اینا.
چیزای عجیب غریبی که آدم راحت میشه. مجی جان ببینید ما تو کجای دنیا قرار گرفتیم، کجای قاره، کجای جهانیم؟ واقعا بمباران کانال ها، هزاران کانال ماهواره‌ای، کجای کار دنیاییم؟ آقا بس، استاپ، خواهش میکنم متوقف کنین رفتارا رو. به خدا وقتی یادم فرد نشسته بیننده 500 تا کانال زیر دستشه، چرا باید یک فیلم ایرانی انتخاب کنید؟ شما دارید ظلم میکنید، شما نشستید بر سر ساقه و دارید ریشه خودتون میزنید، تعارف نیست. این چه تفکر بدسری خود. آخه چه فیلم شما رو من برام روز اول اکرانش دیدم، بزرگواری کردید من دعوت کردید به توی برنامه تو همین جای سینمایی که نمیدونم حالا روز چندم اکرانش بود، ولی تصویری که من دیدم فیلم بسیار لذت بخش، بسیار اثرگذار. دو ساعت ما فارغ شدیم از دنیا، توی سینما قهقهه‌های خنده بود که صدای مردم شنیده میشد. هم فیلم ما رو، بله فیلم شما رو تقدیر کردم، بله افتخاری بود. ولی ماشاءالله اینقدر انرژی داری، صبح هم همینجوری شروع میکنی؟ نه من از صبح همینجوریام تا شب معمولا. دوستان بچه ها اون چیزی که من خواسته بودم آماده کنن که بیارن تو استودیو، ولی یه فیلم از این کارهای جدی مهران عزیز که بین المللی، کارهای قبلیش بین المللی بود ببینیم. بچه کارهای جدی که بین المللی بود تو هالیوود. این کیه؟ سلام عزیزم، چه خبر؟ چیکار داره میکنه؟ برو برو اونجا، برو اونجا دراز بکش، برو برو اونجا قشنگ دراز بکش. خب قشنگ دراز بکش. آره به من نگاه کن، کلات هم فکر کنم یکم باید بدی بالاتر. آها ماسکت هم بزن، کلاتو بده بالاتر، ماسکت هم بزن، میشنوی؟ ماسک؟ بله ماسک. خوبه خوبه خوبه، به من نگاه کن. خان شلوارم چش چیکار داری میکنی؟ چته؟ نوه ها. خب اینم از این، اینم از شکمش. چه مدل خوبی هم هست. من اذیت کرد. ای خدا، این فیلم ما از کجا پیدا کردی؟ این فیلم تو شاکری قبلا اینم توقیف بود، جای روز بازی چون جای من یه زنه بود سر اون توقیف کردن، من اومدم بازی کردم. باره قابل پخش شد تو سینمای ایران، ولی فکر کنم تو بازی کردی توقیف شد زنه بعد جات اومد بازی کرد روز بازی تو سینمای خارج. آها برای ایران نیوردین آینه که قرار بود؟ بله بله آینه رو آوردن. دکتر این انرژی که داری من بره. ممنون میخوام ماشاءالله آقا به امید خود دوستت دارم. دکتر فکر کن صبح هزار قلوب الله بی زحمت صبح بیداش اصلا ایستاده هم میتونی بیا من بذارم اینجا ایستاده. خوبه عالیه عالیه. صبح میای جلاینه چی کار میکنی؟ میتونیم مهران اجازه بده اصلا بیاد این جلوتر، یه سلام به خورشید میدم، بله یک دو تا حرکت یوگا دارم و بعد آینه اجرا کنی. من سلام بر خورشید حالا نمیشه اجرا که سخته با لباس راحت باشه، ولی اولین قدمم اینه آقا با شخصیت با معرفت روز تو عالی بساز، بدرخش، هر خدمتی که میتونی بکنی مردم جهان انجام بده. این واقعا روال زندگی منه. هزار گلو برای شدم خوشتیب شدم هزار ما شده. بح 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 بح. من خیالت من راحت اینو ما استریل کردیم. نگران نباشین مهران تو صبح چیکار می‌کنی؟ آخه مهران که صبح بیدار نمیشه. صبحو ندی چند تا صبحو نیدی؟ مهران از ظهر بعد حساب کنی. سر کار اون من صبح خیلی دیدم. بیا. نوکر آقا. بابا بابا. شاکر داداش. واقعا این کارا رو می‌کنی؟ داری دروغ اون واقعا می‌کنه. من خدا می‌دونه ایجون. پایدارم بردم. میبرم. نه تو که واقعا این کارا رو نمی‌کنی، با خودت حرف می‌زنی. نه من صبح بلند میشم میرم رو وزنه. الان فقط با دیگه رو وزنشون ماشاءالله ماشاءالله واقعا اون دارم کار می‌کنم قربونش. من اینو دارم عرض می‌کنم، خیلی از مردم ممکنه همین الان بگن که احمد علت خودشیفته است. اعتقاد من اینه خودشیفته کسیه که متکبر باشه. من اگر عاشق خیشتن خیشم نباشم چطور میتونم مجید، مهران و مردم خوب سرزمینم دوست بدارم؟ اعتقاد من پایه و ستون و موفقیت به نظر من عشق به خیشتنه، علاقمند بودن به خودی خود، به اون وجود در حقیقت بنیانی خود انسان. اگر اینطور باشه ما موفقیم. اگر من متکبر باشم میرم تو خودشیفته ها و اون مشکل خاص داره، ولی من میگم تا حالا آسیب به کسی نرسیده. مهران برنامه زنده است، آقای دکتر هلت داره صحبت میکنه، تو داری چیز دیدی؟ نه موبایل داری چیز میکنی؟ کی بود؟ کی بود؟ خب داری حقیقت خود تماشاگرها میپرسن الان. بچه‌ها کامنت ندادن، دوستان میگن کامنت دادن.
که آقای عطار چیز آقای غفوریان چرا داشتی با بچت کامنت میذاشت؟ نه نه یوسف وجدان دوست چون گفتی راستیشو بگو. خب یوسف وجدان دوست رو میشناسی؟ بله. آره زادم یوسف تو برنامه زنده مجیدم هوا یادم رفته بود سایلنت کنم گوشیمو یهو زنگ خورد زدم چون دکتر داشتن صحبت میکردن. خب بی صدا زدم فرقی نکن دکتر درس بیشتر خونده شما من خدمت گذارم شدم برای همینه میگه با مهران نباشه خیلی عزیز واقعیتش اینه که ما توی جهانی زندگی میکنیم که همه مخصوصا در این مقطع از زمان واقعا بحران‌های اقتصادی بحران‌های معیشتی خانواده‌ها خب به دلایلی ارتباطی که ما چه تو مجله موفقیت چه تو جای دیگه با مردم خوب سرزمینم دارم ارتباط برقرار میشه گرفتاریاشون می‌نویسن تو واقعا بعضی اوقات یه گروه رو اصلا گذاشتم برای این کار که این نامه‌ها رو بخونن دایرکت واقعا بحرانی ترین روزهای مردم این سرزمینه اگه ما به هم رحم نکنیم اگه خود خودیمون رو دوست نداشته باشیم که در نتیجه دیگران رو به این مهربانی به دیگران انجام بشه ما خودمون به خودمون رحم نکنیم بحران زده میشیم. شما خیلی باحالی ها تو این دوره که به خدا من چند وقت اخیر پدران با بعضی از پدران خیلی کم بودن با دخترانشون برخوردهای خوبی نداشتن. شما ولی یه پستی دیدم برای تولد 13 سالگی دختر نازنینتون نامه‌ای نوشته بودی که حالا کلیات دو تا چیزی که من حضور زندنم این بود که دخترم سعی کن استقلال پیدا کنی مستقل باش و اینکه عاشق شو باید تجربه کنه. خب من استقلال میخوام بگم منظور از استقلال چیه؟ من اعتقادم اینه که بانوان قدرتمند این سرزمین باید از نظر مالی من نمیگم لزوما کار کنن اما یک خانوم وقتی که تنهایی تونست خوشبخت باشه تنهایی تونست از زندگی خوش لذت ببره مجردی پربرکت و پرباری داشت مجردی پویایی داشت انرژی مثبت مجردی یعنی چی که من بتونم تنهایی لذت ببرم. خب من میخوام بگم اگر الان دخترتون چند سال دیگه بگه پدر من میخوام مستقل زندگی کنم ابدا مخالفت ندارم باید به سنش برسه یعنی من اعتقادم مثلا سنش چند ساله حداقل میگم این 20 سال اول زندگیشو با ما باشه از 20 سال به بعد خودش میتونه انتخاب کنه حتی اگر در مثلا یک آپارتمان خصوصی برای خودش داشته باشه از دیگه هم مانعی ولی الان گرون نگیره آپارتمان با هم باشیم دل من خودم شاید براش تنگ بشه اما واقعیتش اینه من اعتقاد عمیق دارم همه دختران این سرزمین باید زندگیشونو زندگی کنن باید نظرت مهران هانا جون مهران بله منم همینجوری یعنی دوست داری یعنی مانعی نمیبینی که عاشق بشه دختره یعنی مستقل باشه دخترت یا مانع نمیبینم عاشق شه ولی فعلا دوست ندارم یعنی فعلا کسن تا الان خیلی دوست ندارم وقتی میگن ان شاء الله عروسی دخترت یک از سخت ترین دوست داری همیشه کنار خودت باشه ولی اگه میخواد مستقل باشه میتونه دیگه یا نه اگه نه ببین اگر شرایطش درست باشه عقلش به اندازه‌ای رسیده باشه که بتونه خودش رو بچرخونه آسیب پذیر نباشه و با حمایت من که پدرشم تا آخر عمر نوکرشم هستم چرا که نه ولی تا آخر عمر نظارت میکنم که خوب زندگی کنه و در امنیت و سلامت ولی خب حالا هانا خانم همه دخترها دختران هانا همه دخترها عاشق لباس عروس هم هستن دیگه یه روز دوست دارم میخوارم باروش میخوایی اگه کسی بیاد خواستگاری دخترم میرم خودم میگیرم یارو اگه دست بچهتون سیگار ببینی واکنشتون چیه؟ من چه پسرتون چه دخترتون فرق نمیکنه در چند سالگی بس اینم بره بعد سالگی دیگه ندیم اگه نوجوانی باشه قطعا باش گفتگو میکنم نه اینکه بخوام نصیحت کنم نصیحت مساوی مزخرفاته باید غیر مستقیم بدونه که چه اتفاقی میفته ما همیشه صحبتمون اینه میگی بچه مثبت‌ها این سرزمین امروز لب به سیگار نمیذارن بچه مثبت‌ها چه دختر چه پسر این مراقبت از خیشتن رو باید در طول زندگی با این بچه‌ها کار کرد به نظر من خیلی آدم حسابی هم ترک کرد نه من هیچ وقت حسابی نمیشه تقریبا حالا حسابی نشدی خیلی کم یه جایی که بتونم سخت باشه یعنی مثل یه دوست خیلی ها چی شده مهران میگم خیلی آدم حسابی هم ترک کردم مثل سیگارو. کی؟
به من اگه میخواد من با افتخار میگم میگم خیلی آدم حسابی. یه بارم اینجا تو برنامه مطرح کردم و جالب اینه چقدر پیغام اومد که کجا رفتی شماره شو لطفا بده. سخت بود برای ترکش بود. آره خیلی واسم جالب بود. سخت بود ترکش براتون؟ سخت بود؟ نه نه در سه روز اتفاق افتاد و دیدم چقدر کار بیهوده عوضی بوده. الان امیر بپرسین چند وقته از امیر؟ نه ماه. امیر نوری چیز شده؟ بله بله امینوری باعث شد فوق العاده تو این چیزا بچه کار درست و بله الا میره راهاشو پیدا میکنه و یه پسر خوش انرژی امینوری واقعا افتخار بسیار خوش فکره بسیار خیلی هم مهربونه. تو امیر حالا منظورت چه تیکه بود اینی که گفتی؟ نه به خدا نه به خدا نه به خدا میگم امیر فوق العاده است بچه خوبیه تو این چیزا انرژیش خوبه. یعنی میره کارهای سخت رو پیش دوستاش یعنی با من اینجوری بوده کارهای سخت رو میره مثلا تجربه میکنه راه راحتشو به دوستاش میگه ریاضتشو میکشه آره. تو فالشو میری زیرون اسارهشو میدی به دوستاش آره به دوستاش یعنی این دوست آره. نعمت یعنی کمک میکنه. یه صحبتی هم کرده بودی که اگر خواستی عاشق شو ملاکای عشق رو بهش گفته بودی میخواستم بگم درست میگم جمله رو؟ بله. این ملاک ها چیه برای عاشق شدن؟ من برای عاشق شدن گفتم خدمتتون اون قسمت اول دوباره تاکید دارم روش بچهای من دختر پسرای من در کل سرزمین از اون چی که دارید الان لذت ببرید اون چی که در وجودتون نهادینه است آگاهی و خرد و دانایی رو بالا ببرید روحتون رو بزرگ کنید مهارت‌های ارتباطی یاد بگیرید بعد از اون دیگه عشق در یک نگاهه دیگه اتفاق نمیفته. وقتی من بینش داشته باشم اگرم اتفاق افتاد ستایش و همه ستایش‌ها این سرزمین از این اتفاق لذت ببرن آگاهانه و خردمندانه. من میگم کودک خردمندی در درون بچه هاست. این کودک رو اگه بیدار کنیم فرمون دست خودشونه خودشون راه رو پیدا میکنن. کاش که میشد نامه رو از اول تا آخر بازخوانی کنیم ولی اینجا فقط همین رو میگم که اگر لذت ببریم از ارتباط از با هم بودن از گفتگوی با همه مردم به نظر من اتفاقای خوب برای همه دختر و پسر های سرزمینم رخ میده. ولی الان خیلی جذاب و دوست داشتم مثل همیشه من یه سخنرانی از شما دیدم یه کنفرانسی بود یه ذره دلخور شدم ناراحت شدم. چی بود؟ بچه ها اگه منفی بود کلن این چیزایی که میگی دقیقا کنتراست این بود مهر ببخشید آره اگه فیلمش بچه ها هسته ببینیم فیلمشو. میدونم شرایط سخت شده هیچ امیدی وجود نداره راه همه بسته است همه درها به روی مردم بسته است کاسبی، آلودگی هوا، هزار درد و کوفت دیگه این ویروس لعنتی منحوس این بدبختی ها کی تموم میشه؟ میگن هیچ چشم‌اندازی براینده نیست عزیز دلم میدونم پلی‌استیشن 5 اومده با کلی بازی خفن اما دلار 22 تومنی مگه میشه طرفش رفت؟ اگه فکر میکنی معدلت 20 هم بشه من بتونم اینو برات بخرم نه سخت در اشتباهی حالا تو همین هیرو بیری هر کی نمیخواد جمع کن از این کشور بره خدا یار و نگهدارتون باشه چقدر جالب خدا خدا اینا سانسور شده برای تختی کردن کلمات من کلی سخن از هر جا یه چیزی برداشتن گذاشتن اینا کار یک موجود ناشناخته به نام نیک یوسفیه همونی که گولتون زد گفت بیا این جملات رو بگو به من همونی که فیلم جیمز کامرون مازش درست کرد دیکابریا رو الان درست کرد تایتانیک رو درست کرد خیلی بامزه بود واقعا من تا حالا چنین سخنرانی گوش دادم اگه بودم خفه خاموش می‌کردم تلویزیون گریه همه توی اصل جدیدم در اومد مهران اگه قرار باشه یه اسمی رو بدن تتو کنی یا یه جمله یا یه کلمه چی تتو میکنی؟ رو بدن؟ آره جمله آره میزنم هانا و مامانش هانا و مامانش و مامانم و همه مامان رو اینجور میگنن دیگه همه رو داره نمیشه یه داشت هرچی میخوای بنویس شما بنویس کدورتی پیش نیاد کسی از قلم نیفته فقط شما چی دکتر؟ من یه دونه جمله دارم یاد خدا آرام بخش قلب هست اینو میذارم با تکرارش هم آروم میشه من جا دارم دکتر هر جمله گفت من میزنم یاد خدا آرام بخش قلب هست جملات دکترم میزنم چی؟ میگم من جا دارم همه جملای دکترم میزنم جملای سفید ردیف تو جملاتون خیلی قشنگه خود
نه آدمایی که یه موقع تو زندگی به یه بنبستی میرسن زندگی مشترک میتوانن جدا بشن یا نه؟ جدایی منفورترین حلال خداونده، بهترین راه حل در بعضی موقع، اما آخرین راه حل. واقعا من با خیلی از زوجا که جدا شدن گفتگو کردم، اگه برگردی میگفتن اگه دانش و خرد امروز داشتی این کارو نمیکردی. همه مردای جهان اگه الماسا سرتا کرباسن، درست میگم اشتباه نمیکنم، همه خانمای جهانم هم یه سری ضعف دارن یه سری حسن دارن. ما متاسفانه با اون مدینه آرمانی میایم تو ازدواج، خانما به خصوص منتظرن آقای با پراید سفید 100 میلیونی بیاد سوارشون کنه برن تاب بخورن. اگه این نیاز در درونشون نباشه، یعنی فکر کنن تنهایی میتونن لذت ببرن، حالا ازدواج کرد یه نفر اومد کنارش، اون مدینه آرمانی که تو ذهن دخترای ماست و تو ذهن پسر، این دور بشه به واقعیت تبدیل بشه، اتفاقای خوبیه. اما حالا مجبور شدیم جدا شیم، از دیدگاه من ابدا هیچ گونه مانعی وجود نداره، ولی آخرین راه هست. ولی اگه باز دوباره جدا شدی، دوباره امتحان کردی، باز دوباره جواب نگرفتی، به دلیل کمبود حافظه دوباره ازدواج میکنن، هیچ مانعی نیست. اینکه به دلیل یادش میره دوباره میگیره، جمله باحال میداره. ما میگن تا سه نشه بازی نشه. ببینید اصلا تعداد هیچ اهمیتی نداره به اعتقاد من. چه برای آقایون چه برای خانم‌ها، اینو دقت کنید دوستان، چه برای خانم‌ها. این که من به فکر مردم هم بگم حالا دومیش چیه سومیش چیه، یه همتایی دارم اتولکوی نازنین میگه تو لحظه‌ای که آقا خطبه عقد رو نخوندن، حتی خوندنم، یه تاکسی بگی برگرد اگه دیدی اشتباه انتخاب کردی. اون جایی که من فکر می‌کنم مردم چی میگن، طرف چی گفت، اون اینجا نابود کننده است. این بزرگترین بحران، یه عمری با خفت میخواد زندگی کنه با تغییرهای طرف مقابل، این زندگی زندگی بشه نیست که. مهران تو درست پیش نمیکنه اینجوری میشه. سوال بکنم از آقای دکتر. آقای دکتر الان زن و شوهر عاشق هم، بله، بچه هم دارن، خیلی هم همو دوست دارن، دلار داره روزی 100 تومن 1000 تومن ای فلان فلان میره روش، وقتی از لحاظ وضعیت مالی دارن خفه میشن، یه راه حل برای این میتونین بدین چیکار کنن؟ ببین این شرایط واقعا اصلا دیگه نمیشه عاشق بود، این صبوریه دیگه، بابایی که شرمنده است میاد تو خونه برای زن بچه‌ش هیچ کاری نمیتونه بکنه، چجوری بگه من عاشق شما؟ بزرگترین درده، قبول دارم حرف شما رو. یه سوالم داشتی شما بیرون به صحنه، همین سوال رو همین محور میخوام بگم. من میدونم مردم خوب سرزمینم، اما احمد علت یاد گرفته در اوج نقاط بحرانی زندگی خودش راه میره تو خونه و یه جمله تکرار میکنه، باید راهی باشد، باید راهی باشد. آره باید من دوست دارم اینم یه راه بدیم. من الان در مورد بحرانهای مالی دارم عرض میکنم، هوشمندانه کار کنیم. خب اشکال کار کجاست؟ اینکه ما هوشمندانه کار نمیکنیم، اینکه معیارامون زمینیه، معیارامون رو بالا نمیبریم، اینکه خلاقانه کار نمیکنیم. اینا شعار نیست مردم. اگر یک نفر، یک کارگری توی کارخونه صبح تا غروب کار میکنه و نتیجه خوب نمیگیره، اگر اون دو ساعت بخواد اضافه کنه، اضافه کار تو اون کار نکن، ویزیتور همون کالای باش که داری تولیدش میکنی. من میگم هوشمندانه کار کردن یعنی به جای اینکه، قطعا عالی جناب سعدی خطا کردم فرمودن، منظورشون این نبوده که گفتن نابرده رنج گنج میسر نمیشود، موز آن گرفت جان بدن که کار کرد. من میگم غلطه، منظور عالی جناب سعدی این بوده، موز آن گرفت جان بدن که فکر کرد، که راه تازه‌ای پیدا کرد. این که من به تاریکی لعنت بفرستم چه فایده داره؟ بله حرفم اینه، اون خانواده، اون زن و شوهر اگه دوتایی کنار هم باشن قدرت 11 نفر رو دارن. خانم آقای دقت کنید، یک زن و شوهر کنار هم باشن قدرت 11 نفر رو دارن. این انرژی 11 نفر تو جهان هستی بالاست، من دنبال این انرژی هم. اگر یک خانم آقایی در کنار هم اومدن و با هم همدلی کردن، یه اتاق فکر رو انداختن، تمام کارهایی که در رسالتشونه پیدا کردن، این بنبست هم حل میشه. بله بحران وجود داره، بحران اقتصادی، در بزنگاه تاریخی هستیم که من خودم شرمنده مردم سرزمینم. من نمیدونم بعضی چرا شرمنده نمیشن و از این شرمندگی زندگی میکنن. خیلی هم سخت، بهتره واقعا. میبینی کلمتون آخه تو الان 11 نفرم بشیم به این تورم دلار نمیرسیم. اصلا تو بگو 111 نفر. خونه خریدن مجید جان برای بسیاری از زوجهای ما دیگه رویا شد. اصلا دیگه شد یه چیز عجیب غریب. یک رویای دست نیافتنی. اینا البته درست میشه روزها. گفتم فکر کنین مردم، چرا حلی الان تو جهان هستی وجود داره؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ یه ذره به این ذهنامون فشار بیاریم، راه خودشو نشون خواهد داد.
من خیلی دوست دارم، خیلی حرفای دکتر خیلی جذاب و انگیزشی هستش، درست میگم؟ من تلاشم برای این بوده، ولی یه بخشی حالا جسارتن جسد حرفاشون ارزشمند دوست داشتنی بازگار. من خیلی دوست دارم خود دکتر حرفاشون، ولی خیلی سخته برای خیلی آدم های سخته امروز، خیلی برای جوان ها، خیلی 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 درست قبول دارم، خیلی سخته. من دارم بردنش خیلی یه وقتی واقعا گریه میکنم به حال جوان هایی که من اون روز اون هفته گفتم، چند هفته پیش بود، گفتم داشتم گفتم آخه شما الان فکر کنم جوان ها چجوری میخوان خونه بگیرن، البته خود من هنوز مستاجرم، و گفتم چجوری میخوان خونه بگیرن، داشتم صحبت اینو میکردم، یکی از اون جوان ها گفت آقا منجید 3 ماه 4 ماه میخوام یه گوشی موبایل بگیرم، گوشی اینترنت. بریم یه تنفسی داشته باشیم، باز برگردیم در خدمت دوستان باشیم. قربونتون برم. فروشگاه اینترنتی ویترین، ویترینی از محصولات آرایشی، بهداشتی، عطر و اتکلن. ویترین برای تمام اعضای خانواده. در کوتاه‌ترین زمان فرصت انتخاب بهترین‌ها رو داریم. ویترین فقط یه فروشگاه اینترنتی نیست. ویترین برای زمان و سلیقه شما اهمیت زیادی قائله. ویترینی شو و از طرح‌های متنوع فروش و فستیوال‌های اون استفاده کن. با ویترین ببین، خرید کن و بهترین باش. خب مهنا جان یه سری سوال هم باز دوباره بپرسم ازتون. بله قربان. 3 تا تفریح ارزون قیمت رو برام بگو. 3 تا تفریح ارزون قیمت. جوک گفتن. خب بله. یکیش مهمون کردن، و ولی مثلا من به تو بگم بریم ساندویچ مهمون من، ولی بریم مهمون تو بشیم، این تفریح ارزون شد برای من. خب دو تا شده این دو تا. خب یکی جو گفتم. بله تفریح ارزون، یعنی میشه خوردم هزینه کرد ولی ارزون. آره. خواب خوبه؟ خواب تفریحه؟ نه همجور گفتم برای بعضی تفریحه. آخه تفریح 2-3 نفری خوبه، دوتایی با هم بگیریم بخوابیم. آره میشه، چه حالی میده بخوابیم؟ با من که نه. آره دیگه با تو دیگه دوتایی. نه با خروپوف تو من میشه خوابید. من باش با علت شما خروپوف میکرد، یکی دیگه بچه هم بودونم خروپوف میکرد. الان خورو پف که دیگه نمی کنی؟ من الان بیشتر فقط پف میکنم. سب تفریح سب رو میارم بگم؟ بگو. یاد رفیقای قدیمیمون، یاد رفیقای قدیمیمون بکنیم، مسخرهشون کنیم. چون میخواستم میگم خیلی شعاری میشه. بذار حال بده. مثلا کی؟ بغیر از من ها، بغیر از من. بغیر از من جانم مثلا بیژن بنفشه خواهد، من باش خاطرات شیرین دارم. بیژن آخه یه بارم یه حسی گره نمی کنم، گفتی فلوکس ولی بهتره. آره گفتم بیژن فلوکس آها نه گفتم که فلوکس بهتره، گفت این چه سوال احمقانه ای، از چی بهتره؟ راست میگی. فلوکس خریده بود، گفتم فلوکس بهتره. من خوشحال بودم رفیقم ماشین خریده، نمیدونستم دیگه چی بگم. چه سوالی بود؟ چی بهتره بیشون؟ یعنی کلا بهتره. مهران فکر کنم الان حق داری در تو گوش رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی یک چیزی بگی بهش. چی میگی؟ آروم بعدی بری بهش یواش چیزی بگی. یواش در گوشش. در گوشش. حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ الحمدلله خدا رو شکر. باز بگم من وقتی میرم بیرون خنده های مردم رو میبینم دقت میکنم حالم خیلی بهتر میشه. یه جمله هم میتونی باز بگی؟ بگم؟ بگو. با مسئولیتش با خودت ها؟ نه نه مسئولیتش با تو. آقای دکتر روحانی آزادی بیان گذاشته نوکرش هم هستم، بگو با من مسئولیتش. میرم ها نگیم. من و مجید تو امشو هوا تو داشتیم، برامون چی کار میکنی؟ عجب. باز باید یه جمله دیگه بگیم. بعد دیگه آزادی بعد از بیان رو نداریم ما. آزادی بعد بیان نداریم، آزادی ممکنه. بیان داریم. آره. آها فهمیدم. آزادی بعد بیان نداشته باشیم. خدا رو شکر کاری نداری؟
نه قربانت خدایی اون یه چیزی در گوش من گفت نمیتونم بگم. آخرین باری که دکتر ناامید شدی کی بود؟ دلیلش چی بود؟ آزادی بعد بیان اقتصادی کشور. وضعیت اقتصادی کشور. یعنی یه جایی دیگه من فکر کردم دیگه کار از دستش خارج شده. بعد که یک دوستای تحلیلگری دارم که خیلی کار اقتصادی میدونه به من گفتن که اینا یه بازی ردیف کردن که یه مقدار خزانه دولتی خود بره بالا، این دلار رو که گرون کردن خودشون برمیگردونن. بعد که یکی از دوستان باز دولتی صحبت کرد گفت نه خبری نیز از پایین اومدن، دیگه اون لحظه ناامیدی منو گرفت. به نظرتون این حباب دلار کی میشکنه میترکه؟ فقط وقتی که در حقیقت با تعقل با جهان برخورد کنیم. با تعقل همین. بعد بیان شاهکار بود. آزادی بیان. آزادی پس از بیان. آره. الان میتونم یه چیز دیگه بگم بهش. یه چیز دیگه بگو. آره که ماجرا جمع کنه. آشه. به آزادی بعد بیان فکر کردی بگو. آره میگم که دمت گرم یه خورده بیشتر هوای مردمو داشته باش. خالی نداریم که خیلی خوب برو دیگه. خیلی هم ممنون. تشکرم میکنید ازش. آره میگم دمت گرم. اگه قرار بود یه شی باشی چی میشدی؟ داره ولی داشتم. من قبل از اینکه سوال بپرسم بگم تو آزادی بعد آقای روحانی به تنهایی نیست، یعنی به نظر من یه فرد آقای روحانی. بله. ما به طور کلی جمع رو در نظر بگیریم. یه فرد چه کار دستش برمیاد تو دنیا؟ منم خیلی اهل غر زدن نیستم آقای دکتر. یعنی اصلا کلا از آدم همیشه ناراضی بدم میاد. اما الان در اوج نارضایتی هست، درسته؟ من کلن جامعه بدون آزادی بیان نگران نباشا. بعد بیان نگران آزاد باش. کلن آزادی. آره آزادی کلن. نه میدونین میگم که همش غر زدن خوب نیست، درسته فشار زیاده، سختی هست، مشکلات مردم هست، مشکلات اقتصادی هست، یه نگاهی دور و بر اونو بکنیم. فقط مثلا چه میدونم زمان جنگ 1000 تا کشور با هم داشتن با ما میجنگیدن. بله. الان هم خیلی اونایی که زورگوان باز دارن به ما زور میگن. دقیقاً. هر چقدر که زورشون میرسه دارن سرمون دقیقا. خراب میکنن. خودمون هوای خودمونو داشته الان باشیم. الان بزرگترین توصیه همینه. ما تا اونجا که بتونیم نباید الان تو زمین مردم بندازیم. ما اونقدی که اونایی که دارن بهمون فشار میارن میگن بدیم، بد نیستیم واقعا. ما خودمون که میدونیم ما خوبیم. دخالت واقعا گستاخانه و به اصطلاح واقعا بیعقلیه بیرون دنیا. آره میگم فشار رو قبول دارم ولی با غر زدن با اینکه آی من ندارم آی شب زندگیمه آی این شب تو برنامه همیشه لحظه خداحافظی یکی از چیزایی که میگیم مراقب هم دیگه باشیم. مراقب هم ولی خب دیگه زرم دلم برای جوان ها میسوزه. انقدر ماهی گفتیم آقا جوان های الان چیکار میکنن؟ آره. جوان های الان چیکار میکنن؟ آقا دوره ما جنگ بود، دوره ما فلان بود. والله قسم دلم برای اینا خیلی بکنن. بیشتر از ما دیدن. کرونا رو مشترک دیدیم، سیل دیدیم، شلوغی دیدیم، همه چی اینا هم بنده خدا دیدن. ولی یه ذره در حق اینا داره چی میشه؟ خب داشتم انشالله که بهتر میشه، روزای خوبی هم میاد برای مملکت خودمون. من قول میدم برای مردم عزیزمون این کشور بلاهای بسیار سختری رو عبور کرده. بله مطمئن باشید در اوج رنج ها و سختی ها خورشید طلوع خواهد کرد و برکات منتظر هم است، مطمئنم. اما فکر کنیم اگه یه شی باشی چه شیی میشی؟ من توپ. آره بچم عاشق توپ. آره میخواست خودش رو توپ کنه. توپ نه تو دسته یکی دیگه پاره کنه. نه دیگه در جلو بچم باشه. به توپ هم میگه باب. باب. آره اگر الان یه منم باز آره الان از دکترم میپرسم شما شیء رو فکر کنید. اگر یک حیوان باشی دوست دارم چه حیوانی باشی؟ بعد باهاش درد و دل کنی چی میگی؟ با حیوانه؟ یه حیوانه دیگه، با یه حیوانه دیگه مثل خودش. آره. من دوست دارم ببر باشم. درد دل کنم چی میگم؟ آره میگم بیا گیاه خارشیم با این وضعیت قیمت گوشت و اینا. به یه ببر دیگه میگم تو با چی شروع کردی؟ من فعلا دارم نونباگت میخورم. آره دیگه با این شرایط گوشت. شما چی دکتر؟ من دوست داشتم چشم باشم. چشم بشیدم دارف شی دیگه شی چشم. نه اون جز اعضای بدن. اعضای بدن نباشه. میتونی دوربین مدار بسته انتخاب کنی جاش خوبه؟ دوربین مدار بسته ببینی.
آره خوبه، دوری بد و بس هم خوبه. دید زدن رو دوست داری؟ نه دوست نه خدا میدونه. راحت باش دوست. اگه دوربین تو کجا مدار بسته؟ جای بدی نباشه دوربین. آه خب بشه. دوربین فقط راه رفتن یارجان رو بگیره، اون نفس زدنش و اون عشق آدم واقعا با تمام وجود. بعد راه رفتن کیو؟ یارجان. یارجان. عشق جان. آها عشق جان. آها فهمیدم، عمر جان. دوربین خودشون رو میگه. یه دابستش بچه ها مهران انجام داده بود قبلا، اونو داریم؟ اگر داریم یه دابستش قبلا انجام داده بودین. من؟ باز دوباره ازم فیلم گرفتیم. یه دابستش من نه دابستش با مهر... امیر نوری. بستنی؟ بستنی؟ چه رنگی؟ سبی عصبی دادی اده؟ بستنی؟ دادی بستنی؟ چه رنگی؟ آبی. آبی. سر یه کار بودیم تو شمال، دقیقا من نقش بابای امیرم بازی میکردم، برعکس شدیم تو دابسمش. خب حالا اینجا گفتی برعکس، این دابسمش بود جای اون صدای شما رفته. میخوای یه دونه با هم بریم دوبله بریم جاش؟ جای این دیگه فیلم میذاریم دوبله میریم. خب شما جای این شخصیته باش. خب بریم. یه کسی توی دستشوییه. بله. خب داره میزنه بهش. خب بریم. جواد هستش بچه‌ها؟ جواد جون. جواد عزیز. چاکی به به جواد جان. مخلصم. جواد خواهش می‌کنم خدا بفرمایید. بیا اینجا جواد بیا بیا. کجا بیا؟ بیا. بیا. فاصله اجتماعی رو رعایت کنید بچه‌ها. همینجا خوبه. ما اینجا 4 تا یه لحظه ببخشید. ما 4 تا مبل اینجا بود به خاطر فاصله اجتماعی. بیرون اومد. یکم بچه‌ها حل کرد. جواد جون بچرت. زبونت هم آقا من یه بار زدم اینو. یه بار الان رفت به جای اسپری دیگه به جای اسپری زد به زبونش. زد. اون بی‌حسی بود، اسپری بی‌حسی بود. من نمی‌دونم آقا مجید واسه چی بود. خب بچه‌ها اینو دوبله رو می‌خوایم بریم جواد. من اینم. این آره این دستشویی داره. نمیشه این وری وایسه این چه وضعی من. جواد بیا قشنگ این بر شما واسا. بیام اونجا. اونجا ای راحتی. آره راحت باشه. بس شما جوادتون تویه باش. باش. جواد تویه است تو منتظر بری دستشویی منم این بچه‌ام میام اینجا. باش. آماده ای؟ بریم. پلی کنیم بچه ها. آی بابا ریخت. بیا بیرون بیا بابا رمش دیگه یک ساعت ریخت. کی تو توالته؟ این بندای رختم گشتی اینجا من داره میریزه کار داره تازه رفتم. آره من این من میخوام برم. بابا ما اینجا داریم به خودمون سختم. بابا من نشیم بابا فیلش کن. بابا بابا داریم به خودش از چیز میکنه. تو بیایی بیرون میری من بیم نشیم. پوشکت مگه پوشک نیستی تو؟ بابا بیا بیرون زن داری چی میخوری اون تو؟ من بابا 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 اومد من دیگه تموم کردم. ممنون دستتون درد نکنه. ما بریم دیگه. من خیلی عذر میخوام که مجبور شدم چون اون آقا. جواد جان ممنون. مرسی متشکرم. برم دیگه. ما رو همینجوری میارن و چیکار میکردی اون تو؟ خب داشت موهاشو درست میکرد. با اجازت من لیوانو میبرم. تشکر کنم ازتون، افتخار دادین اومدین. افتخار خیلی خیلی خوشحال شدم این خدمت شما. خیلی این هم خدمت شما دست شما و من اینها رو هم چقدر جالب کار کردن روی اسم شما ببینید. بله آها بله به 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 من درم باز ببینم اینم اینم ببینم ماله به 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 این از اوکی چه ساعتی اونو ببند این ببندم. آره اینو برای شما خدمت شما. خیلی ممنون. ببینه شما اونو وا کن ببین یه دستبندی برای شما زدیم. این هم ناقابه. این نوشتم هانا. هانا اسم دختر نازنینت. خیلی ممنون آقای ساله. و خدا به شما برکت بده. اونم چیه؟ اونم هاناست. بدید من. نه یه ستایش و امیروالا فکر کنم. بله ستایش و امیروالا اسم فرزندانتون. خیلی بزرگ برگردی. یک هدیه هم از طرف حامی مالی برنامه فروشگاه اینترنتی ویترین شاپ که تو دوران کرونا مردم دیگه نرم بیرون خرید کنن، اینترنتی خریدشون رو کنن و اطراد کرونا اورجینال داره. اومد دست شما خرید ما جان؟ دست شما در نکن. خریدای ما رسید دست شما. خیلی خوب بود. و این یه دکمه شانس هم داره.
توی سایتش بری میزنی یهو ممکنه یه تخفیف ویژه بگیرن و ممکنه تا 100% هم یهو تخفیف بگیرن. این هم خدمتش شروع شدم اونم بله بیا این تو این جعبتون بذارید. خداحافظی می‌کنیم با امیر حسین و دنیا میمونی با ما قول واقعا چون می‌خوایم بریم یه آیتم موسیقی ببینیم بعد با فرزاد فرخ هست بریم یه آیتم موسیقی ببینیم بچه‌ها بریم بیا مرسی ملت تو میمونی بیا امیدوارم که تا اینجا برنامه لذت برده باشید. بله امیدواریم که تا اینجا برنامه لذت برده باشید. حامی برنامه ما فروشگاه اینترنتی ویترین است که یه جشنواره‌ای برگزار کرده به نام آخرین تابستان قند که تو این جشنواره بیش از 1000 محصول رو برای شما در نظر دارن با تخفیف خیلی ویژه. بله پس فرصت رو از دست ندین و داخل مسابقه اینستاگرامی و جشنواره آخرین تابستان قرن فروشگاه اینترنتی ویترین شرکت کنید و ازش لذت ببرید. همین الان هم میتونید برید داخل سایت ویترین شاپ و ازشون خرید انجام بدید و تخفیف ویژه بهره‌مند بشین و همینطور یک کلید شانس وجود داره که شما میتونید شماره کد ملیتون رو وارد کنید و از اون شانس بهره‌مند بشین. اگه موافق باشیم بریم سراغ قرعه‌کشی کامنت بذارین چون ممکنه که برنده 1,000,000 ما شما باشید. بسیار عالی. سه تا دیگه مونده. سه تا برنده خوش شانس 1,000,000 تومانی. خب. دوربین الان جلو دوربین اسکرین شات میگیرم همون لحظه و آیدی آندرلاین آی ام مریم آندرلاین مبارکتون باشه. خب من هم جلو دوربین میگیرم. تا حالا بیش از 50 تا ما اسکرین شات انجام دادیم از نقاط مختلف کشور که خب خیلی خوب هستش. خب آیدی یگانه بانو دات او دات او. شما الان دو تا گرفتین؟ من یه دونه گرفتم. یه دونم شما بگیرین. خب باشه آخری رو من رو به دوربین اسکرین شات رو میگیریم. آیدی پارمیدا دات پی هش دو. با ویترین استودیو همراه باشید و اینم در نظر داشته باشید که ما در قسمت نهم یعنی قسمت بعدی قرعه کشی بزرگمون انجام میشه. پس اگر تا الان فالو نکردید پیجو حتما برید تو پیج ویترین استودیو و فالو کنید پیجو فالوینگاشو فالو کنید و در آخرم ثبت نام کنید شاید برنده ما شما باشید. و اگر موافق باشید بریم کنار آقا مجید. بله بله. در خدمتتون هستیم. شکریم. خسته نباشید. ممنون. امروز هم سال روز درگذشت استاد حمید سمندریان استاد بنده بود، بنده حقیر و خیلی از بزرگان بازیگری کشور روحشون شد و این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح بزرگوار استاد حمید سمندریان عزیز که به قول آقای انتظامی میگفت قیمتی ترین نگین تئاتر استاد حمید سمندریان استاد هنر نمایش و استاد اخلاق بودن. بنده یکی از بزرگترین افتخارات زندگی بود که شاگرد ایشون بودن. بنده حقیر که خیلی از بزرگان از مرحوم پرویز فنی‌زاده همین بچه‌هایی که حالا هم نسل خدا بودن شهاب حسینی، پارسا پیروزفر، امیر جعفری، بله، علی صالحی، ریما رامی‌فر. بله
و یه سری اختلاف سلیقه ها بود، یک فشارهای موقع اون مقطع برای خودش و خانوادهش به وجود اومد، ولی تا آخر پای اصول خودش واساد، پای عقاید خودش واساد. استاد سمندری نگی، صدای بنده رو میشنوین، خیلی دلتنگتم، دلتنگ آموزه های شما، دلتنگ تندیاتون، دلتنگ شوخیاتون. این برنامه رو تقدیم میکنیم به استاد حمید سمندریان نازنین، روحشون شاد. حمید سمندریان، هر چقدر بدونی کم میدونی، نه که ادعا کنی کم میدونی، باور کنی که کم میدونی. یه چیزی رو ما باید از زندگی بخوایم، نباید بیاید بخندی و بریم. خندیدن و رفتن کار ساده ایه. اون چیزی که مهمه این است که ما اندیشه رو به کار بگیریم. سختی رو باید بپذیرید. اصلا سختی زیبایی زندگیه. ما داریم سخت زندگی میکنیم، خیال میکنیم ساده زندگی میکنیم. این سختی معنا میده به زندگی ما، مثل تئاتر، مثل هنر نمایش. روحشون شاد، روحشون شاد. امیدواریم ما توی هشتمین شوی امشو لایق تماشا بوده باشیم. مخلصیم. سامان جان اگه حرفی داریم بفرمایید. خواهش میکنم. باعث افتخارمونه که هشتمین امشو رو دیدین. همیشه سلامتی باشه. اول سلامتی، دوم پول، سوم عشق. از سر و کولتون بالا بره. همیشه توپ باشید، همیشه سلامت باشید. خداحافظی میکنم باز. جواد جان اجازه هست؟ بله. من میخوام امشب یه شعر زیبا بخونم، یه بیت شعر میخوام تقدیمتون کنم. خداحافظی عادی نه؟ یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم، مثل بچگی ها تو دبستان. هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. بحبه. واسه این که خسته نشین این بار، من خش میذارم تو سیما. خب دیگه خوب نداره دیگه، همین یه خط کدش کلی یه دیوان شعر بود، اصلا کلی حرف توشه. بله. جواد واقعا تو معنی این چیزایی کلمه میخونی میفهمی یا همینجور خودت میرسی میگی؟ نه معنی داره، چرا نفهمم؟ کاملا معنی داره. این یعنی این که بدی ها پایدار نیستن و خوبی ها خواهند آمد، یعنی اگه صبر داشته باشی حله. آقا چون تازگی ها مود شده، شعرهایی که یه زمانی بر ضد کسی گفته بودن الان به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. من میگم نکنه مخاطب این شعرهای اعتراضی خودت باشی. و نه 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 نه، من تحقیق کردم، اصلا با من نیست. آها، با من نبود. خب امیدواریم که یه روز خوب بیاد. واقعا خدا رو شکر و واقعا خدا رو شکر یه روز خوب بیاد. دعا میکنم هممون یاد بگیریم که نسبت به خانواده، هموطن، همکار، همزیست، هم نوع واقعا احساس مسئولیت بکنیم و تاکید میکنم تو رو خدا ماسک بزنیم، البته رعایت بکنیم. ما به خاطر برنامه شرایط بریم رو میزنیم ما پشت کلن با ماسک. در پایانم امیدوارم از این امشو تا امشوی بعدی هیچ کس سر غمگین رو بالش نذاره. قبل از اینکه خداحافظی کنم میگم سورپرایز آخر رو داریم با فرزاد فرخ عزیز و نازنینشون. سامان خان خواهد گفت. خواهش میکنم. و من خداحافظی میکنم، مراقب همدیگه باشیم تو رو خدا. از بند فرزاد فرخ عزیزم بسیار سپاسگزاری میکنیم. از فرزاد فرخ بسیار سپاسگزاری میکنیم. آهنگ هوای تو رو برای انتهای برنامه هشتمین امشو میشنویم با صدای فرزاد فرخ.
تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با این احساس نا عادت کردم عادت کردم بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم آه که نبوده به من آتش جان زد سوختم از اینه که تو را من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی حال که دگر مرا تو نخواهی تو بگو چه کنم که هوایم برهد ز سرم تو ندانی که خود که تمام منی تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم بعد از آن همه زخم که به جان من افتاد تو به تسکین دل یار دگر بودی من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دلداد بودی آه که نبوده به من سوختم از اینش که تو را بی وفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو همان کس به درد بکشم کاش که شبت باز که یه روز تو بیایی و بمانی